برنامه با دکتر حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایران. ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر لاجوردی عزیز، امید و امیدوار، شرره عزیز و همه مخاطبین خوب برنامه امروز و فردای ایران، درود بر شما. سلام و درود من هم بر شما و بر همه مخاطبین با ارزش این برنامه. دارم به شما یک دنیا هست که اجازه این در این برنامه من شرکت کنم. فکر کنم صدای من وصل نیست، من روشنش باید بکنم. درود بر شما، مرسی که در این برنامه زمین من هم باشم، با شما هست. اختیار دارید. میخواستم همین رو اتفاقا خدمت دوستان بگم که امشب همراه با امید و امیدوار عزیز، همکار خوبمون، در این برنامه به صورت ویژه در خدمتون هستیم با صحبت ویژه‌ای که بابت امشب داریم در رابطه با موضوعی که هفته هاست ما در صدد اون بودیم، بحث اپوزیسیون رو مطرح کردیم و بعد قرار شد که دعوتی عمومی به عمل بیاد. از این دعوتنامه برای بسیاری از افرادی که قرار هست که در این گردهمایی یا در این همفکری و همراهی همراه هم باشن آماده بشه که توضیحاتش رو دکتر لاجوردی خدمت شما عزیزان خواهند داد و البته امید و امیدوار هم در این برنامه ما را همراهی خواهند کرد با سخنان و پرسش ها و پاسخ هایی که مربوط به همین موضوع در برنامه امشب مطرح خواهد شد. در خدمتتون هستیم آقای دکتر لاجوردی. من میخواستم خواهش بکنم که یا خود جناب عالی من این مدو بخونیم، شاید که مشخص تر باشه. اگر براتون امکان داره جناب عالی لطف کنید. بله خواهش میکنم، من فقط چند ثانیه وقت احتیاج دارم آقای دکتر. من دارم اینجا اگر دوست داره مثلا باشه معلومه سبزی باید در هم خونده بشه. بله متنی که آماده شده دوستان عزیز به این قراره: دعوت به همفکری و همکاری. قبلش یک بخش پوزش هست برای دوستانی که احیانا شاید به موقع یا به جا دریافت نکردن. در آغاز آمده که با پوزش از شما ایمیل آدرس قبلی که در زیر دعوتنامه شما نوشته شده هک شده، استدعا میکنیم به آدرس جدید جیمیل تماس گرفته سوال و پاسخهایتان را ارسال بفرمایید. با احترام و سپس در مورد آینده ایران، دعوت به همفکری و همکاری برای مسئولیتی که تاریخ به عهده ما گذاشته است. مبارزات شما با رژیم استبدادی جمهوری اسلامی و تلاش‌های پیگیرتان برای برقراری دموکراسی در میهن عزیزمان ایران قابل تقدیر است. ولی واقعیت تلخ این است که به رغم همه فعالیت‌هایمان نتوانستیم اعتماد مردم ایران و حمایت جامعه بین‌المللی را جلب کنیم و این رژیم همچنان با قدرت سرکوب و فریب بر ویرانی آینده ایران ایستاده است. اگر بپذیریم که یکی از دلایل اصلی ماندگاری رژیم جمهوری اسلامی نبودن اپوزیسیونی کارآمده است، ناگزیر باید به این سوال پاسخ گفت که امروز چه باید کرد؟ در راستای پاسخ به این پرسش، آیا فکر نمی کنید که می توانیم با حفظ تمامی عقاید و دیدگاه های شخصی خودمان و بر پایه دو اصل زیر: یک، ایجاد برابری کامل از جمله جنسیت، محل تولد، دین، آیین، زبان و برای تمامی افراد این مرز و بوم در چارچوب جغرافیایی و یکپارچگی ایران، دو، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در تمامیت، کلیت و موجودیت آن با یکدیگر هموطنانی که با دیگر هموطنانی که این دو اصل را پذیرفتند به دور یک میز گرد بنشینیم و برای دستیابی به یک راه حل اصولی و منطقی و برنامه ریزی و ساختن آینده ایران با به وجود آوردن یک اپوزیسیون دموکراسی خواه و پایبند به اصول و موازین بین المللی حقوق بشر که بتواند اعتماد مردم ایران و حمایت جامعه جهانی را جلب کند گفتگو کنیم. از شما تقاضا می شود در صورت موافقت با دو شرط بالا برای شرکت در این میزگرد که دیگر رهبران و شخصیت‌های فعال سیاسی در صحنه نیز حضور خواهند داشت، پاسخ کتبی خود را
حد اکثر تا 4 هفته پس از تاریخ دریافت این دعوتنامه به آدرس ایمیل زیر ارسال دارید تا امکانات برگزاری نشستی فراگیر فراهم شده و همچنین جزئیات و چند و چون آن از جمله پذیرش و قبول حضور و یا عدم حضور شما به هر دلیلی که نخواسته اید و یا نمی توانید در جهت حفظ و استمرار شفافیت و پاسخگویی به اطلاع عموم رسانده شود. امید ما بر این است که حضور فعال و حمایت کارشناسان و متخصصان، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی، اجتماعی و کارگری، ارباب جرایت، هنرمندان و ورزشکاران کشور پشتوانه این فکر و حرکت قرار گیرد. آینده ایران از سوی همفکران، همراهان و همکاران دکتر حسین لاجوردی. بله آقای دکتر، این متن رو به همون سبکی که در اصل انتشار پیدا کرده بازخوانی کردیم. توضیح رو به شما و امید عزیز می سپارم. اگر اجازه بدید من این رو فقط خدمتتون اضافه بکنم. در حال این آرزوی سالهای درازه که بلکه ما بتوانیم همونطوری که گفته شده به دور یک میزه گرد با هم بنشینیم، تعارف رو کنار بذاریم، آقای غلطبری تلاش ها بسیار بوده، ولی واقعیت تلخ همونطوری که تو این دعوتنامه هم نوشته شده اینه که اونا در حکومت هستن و ما اینجا هستیم. این یه واقعیت تلخه، ولی واقعیت یک تجربه سیاه هم پشت سر ماست. تجربه سیاه 7 سال استبداد و دیکتاتوری و ویرانی ایران، این هم تجربه سیاه ماست. آیا بعد از 37 سال قادر به این هستیم که از این تجربه 37 ساله استفاده بکنیم؟ طبیعی است از زمانی که این در از جمعه پیش تا بعد، یعنی در 4 روز گذشته منتشر شده، اجازه بدید اول به مثبتاشو بگم. مثبتش اینه که متجاوز از 4400 خورده نفر این رو بازدید کردن، 500 خورده نفر این رو شیر کردن، 500 خورده 600 نفر این رو کامنت گذاشتن و این مجموعه طبیعتاً بیشتر از جانب کسانی است که با اینترنت سر و کار دارن، یعنی جامعه کمی جوان‌تر. تعداد زیادی اعلام آمادگی کردن، ولی در نهایت امر باید خدمتتون بگم که زمانی که این حساب یاهوی ما هک شد از بین رفت، کار چند روز ما رو از بین واقعا این که مجبور شدیم که مرتباً و پی در پی این همه این کارهایی رو کرده بودیم، برای اون حدود 200 نفری که فرستاده بودیم مجدداً اصلاحیه بفرستیم. مهم اینه که ما ببینیم که اگر من خوشحالم که شما امروز به همراه امید و امیدوار دو خبرنگار و دو مجری هستید که بسیار سابقه دارید، سابقه خوب دارید، توانایی دارید، بتونید به این برخورد بکنید. با این برخورد من این رو که به از طرف یک گروهی این رو اعلام کردن رو گوشه دیوار بگذارید، به هم بگید که چرا این کار کردید، به هم بگید که به قول خیلی ها که آمدن میگن که فلانی انقدر پول گرفتی که اپوزیسیون به هم بزنه، ازم بپرسید چرا میخوام اپوزیسیون به هم بزنم. همه اینها سوالاتیه که باید به وجود بیاد تا مردم آگاه بشن، ببینن که این حرکت چه معنی و مفهومی داره و چگونه باید بهش برخورد کرد. در طول برنامه در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. امید عزیزم بفرمایید. درود بر شما. بله من این اعلامیه رو خوندم و شما هم خوندیم، گوش دادیم. چندین سوال پیش میاد که من اگر اجازه بدین اولین سوال رو مطرح کنم برای دکتر لاجوردی. از چند سوالی که دارم، قبل از اینکه سوال بکنم که به چه کسانی خصوصی، یعنی اون کسانی که نه عمومی پخش عمومی خصوصی کردین، چه کسانی بودین شما دعوت کردین که در آینده اگر اینها نیامدن ما بدونیم اینها کیا هستن؟ مثلا اگر فرض میکنیم برای آقای شهرام خلدبری فرستادین که در این مجموعه شرکت کنن، لطفا اسمهای اینا رو به ما بگین، ما پخش کنیم، مردم بدونن که خودشون
مسئولیت جواب دادن آریانایشون رو داشته باشن، وگرنه اگر بگین از 100 تایی که دادیم 80 تاش گفتن نه، 20 تایی که گفتن آره اینا بودن، باز همون مسئله قبلی پیش میاد. ولی قبل از اینکه این سوال بکنم، خواهم سوال کنم ببینم در این راهی که شما دارین میرین جلو، که من فکر میکنم کارساز برای آینده ایران، چه چیزی امکان داره پیش بیاد که شما این کار رو ادامه ندین؟ از آقای دکتر باجوادی سوال میکنم. آقای امیدوار، قبل از من به سال دوم بپردازم، اجازه بدید سال اول رو بگم. برای شما و آقای خلطبری فرستادیم، الان میتونید اعلام کنید این مرحله اول. ولی ببینید، واقعی امریکی که ما تلاش کردیم که این دعوتنامه رو برای تمامی گروه های فعال، افراد فعال در صحنه سیاسی ایران بفرستیم. اسم ببرید. عنوان مثال آقای شاهزاده رضا پهلوی، حتی اونهایی که ممکنه با من یا یکی از اعضای ما اختلاف فکری گروهی در هر چی داشته باشن، ممکنه آقای دکتر نوری‌علا با بنده مثلا اختلاف فکری داشته باشن، من احترام برای ایشون قائلم و یکی از اولین دعوتنامه‌ها برای ایشون رفته. ممکنه که آقای دکتر نصر اصفهانی با بنده مشکل داشته باشن، یکی از اولین دعوتنامه‌ها برای ایشون رفته. عرض کردم افرادی که به هر حال در صحنه سیاسی ایران صاحب نامی هستند، همشون دعوتنامه رفته. آقای مثلا پاشایی رهبر حزب مشروطه ایران، در به عنوان مثال برای آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، برای آقای عمر ایلخانی زاده رهبر حزب کمله زحمتکشان ایران، که ایشون بلافاصله البته جواب دادن و حمایت کردن و آمادگی حضور اعلام کردن. منظورم اینه که فارغ از اینی که ما با کی دوست داریم بیشتر باشیم، با کی دوست نداریم کمتر باشیم، برای همه ارسال شده. البته یک بار دیگه همونطور که عرض کردم، به دلیل هک شدن ایمیل مجددن این دعوتنامه ها میره. در 4 هفته ما تعیین کردیم وقت که اعلام بکنن که جواب بدن، هر نوع جوابی که دوست دارن بدن، جواب بدن که حضور پیدا میکنن، جواب بدن به دلیلی شرطی دارن، جواب بدن اصلا حضور پیدا نمیکنن، اصلا جواب ندن. آقای امیدوار، به شما قول میدم که با نام همه اعلام بشه. اگرچه در برنامه دیشبی که من در تلویزیون اندیشه روزهای دوشنبه به وقت لس آنجلس از ساعت 10:30 صبح تا 12 ظهر هستش، یک خانمی حضور پیدا کردن و سوال بردن که چرا میخواید اعلام بکنید اسامی که حضور پیدا نمیکنن، و حرف ما این بود که ما شرطمون اینه که این کارو بکنیم. یک مسئولیت برای این که به هر حال مردم بیشتر بدونن که ما قدم به کجا داریم میگذاریم. همین چند دقیقه قبل از این برنامه که آغاز بشه، دوستی از کانادا زنگ می‌زدن و بنده رو به هر حال با محبت خودشون زیر فشار قرار داده بودن که بیاییم بگیم که چرا تلویزیون‌ها و رادیوها این برنامه رو آگهی و تبلیغ نمی‌کنن. در حال امیدوار به این هستیم که بدون این که تنشی پیش بیاد، مشکلی پیش بیاد، در آخر این 4 هفته این اسامی که مورد نظر جناب عالی بود اعلام بکنیم، چون قرار ما برای این در خدمتتون. خواهش میکنم. امید جان سوال دیگه ای هست؟ بله، سوالی که اولین بود که مطمئنن جمهوری اسلامی بلند خواهد شد و هر نوع کاری دست میزنه که جلوی این حرکت رو بگیره، به غیر از جمهوری اسلامی، یعنی حکومت که در ایران داره مردم رو میکشه، به غیر از اون در خارج با این گروه هایی که شما میشناسین، چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه که شما این کار رو ادامه ندین و دلسرد بشین؟ آقای امیدوار، متاسفانه باید بگم که متاسفانه سوالتون بسیار سوال درستیه. بعد در همین 8 هفته گذشته از این قضیه و 4 روز از اعلام این دعوتنامه گذشته، ماجرا به این ترتیبه که
اولین مرحله به نظرم 3-4 مورد از جمهوری اسلامی بود، اعلام کردن که این آدمی که داره این حرفا رو میزنه پدر شهید انقلابه. من در برنامه بعد از اونجایی که همه چیز رو برنامه اعلام میکنم آمدم و گفتم که پدر من 50 سال آبان ماه امسال 50 سال فوت شده، در نتیجه عمر فوت شدن ایشون 13 سال بیشتر از عمر جمهوری اسلامی است. شایعه بعدی که به وجود آوردن این بود که حسین لاجوردی تا چند وقت پیش عضو سپاه پاسداران بوده، حالا آمده به خارج از کشور این حرفا رو میزنه. شایعه بعدی که به وجود آوردن گفتن که از این آدم سوال بکنید که اول بره پرونده پولشوییشو در پاناما راست و ریست بکنه، بعد بیاد بشینه از این حرفا بزنه. خب این قسمت ها به نظرم حتما در داخل کشور و از طرف رژیم جمهوری اسلامی بود، ولی در خارج هم به حال بیکار ننشستن. و اولین قسمتی که میخوام خدمتتون اعلام بکنم که شاید که تعجب آور برای خیلی ها باشه اینه که ما در روی اینترنت یک سایتی به نام ویکی‌پدیا داریم. در این ویکی‌پدیا می‌نویسن امید و امیدوار کیه، شهرام خلط‌ولی کیه، نمیدونم درجه تحصیلیش چیه، شغلیش چیه، تجربهش چیه، کارش چی بوده. معمولا هم توی ویکی‌پدیا نمیان بگن که در مورد من حال چیزی که نوشته شده اینه که بله من حسین لاجوردی متخصص آمار و جمعیت جامعه شناس، نمیدونم تحصیلاتم این بوده، مسئولیت سازمان مللم این بوده. ولی پاراگراف بعدش میدونید آقای امیدوار چی نوشتن؟ ببینید الان رو ویکی‌پدیا هستش دیگه، همه میتونن الان برن ببینن که من حقوق بگیر اسرائیل هستم، من ضد نژاد ایرانی هستم، من آمدم که اپوزیسیون ایران رو به هم بزنم. اینها خب لابد آدم خود ویکی‌پدیا رو باید زیر علامت سوال ببره که اگر خصوصیات من اینه که من بگم که من متخصص آمار و جامعه شناس هستم، معمولا نمیام در مورد خودم بگم که من حقوق بگیر و جاسوس اسرائیل هستم و غیره. ولی به همین جا خاطره پیدا نکرده، یعنی این که من رو بی سواد کامل خطاب کردن، ادعای من رو که شما لطف میکنید مثلا من رو با عنوان دکتر صدا میکنید، اینی که ما هر آن جایی که گشتیم اثری از آثار تحصیلات در ایشون ندیدیم، ایشون یک بی سواد حرفه‌ای کامل، ما تعجب میکنیم که نمیدونم اون کسانی که بغل دستش میشینن بهش یاد میدن که، یعنی همین بغل دست من یا این بر یا اون بر من که بهش این حرفای سیاسی رو یاد میدن اینا کیا هستن. این $1,000,000 پول گرفته که بیاد اپوزیسیون رو به هم بزنه. حتی آقای خلط‌ولی، آقای امیدوار، شما که سال هاست دارید با من زندگی میکنید، تو این 11 سال گذشته ای که من تو این برنامه ها هستم دیدید این کروات مشکی من باز بشه؟ حالا در رابطه با شاپور من از بین رفتن اون و کروات مشکی من هم حرف میزنم، ولی عیبی نداره. من فکر میکنم که همه اینها به این دلیله که تو همین چند هفته کوتاه مدت این فکر جا افتاده، یه جایی رو پیدا کرده، طبیعی است که یه دشمنانی رو پیدا کرده و این مجموعه میتونه که همینطوری ادامه بده. ولی آیا میتونه موفق بشه؟ من باور ندارم، به این دلیل که عرض کردم به حال این حمایتی که شد با وجود این خفقانی که در داخل ایران هست، این سرکوبش خشونت شدیدی که در داخل ایران هست، این استقبالی که از این فضای مجازی شد خودش یه پاسخی است. در خدمت من قبل استش آقای خبر صحبت کنیم فقط یه توضیح بدم. آقای دکتر لاجوردی، ویکی‌پدیا یک اوپن پلیس، اوپن سورس پلیس، یعنی هر کسی میتونه بره اونجا راجبه هر کی دلش میخواد بذاره تا کسی دیگه بره اونو پاکش کنه. این یک نفر، من الان میتونم برم تمام نوشته های راجبه دکتر لاجوردی رو عوض کنم و اون چیزی که دلم میخواد بذارم، به هیچ کس صحبت نداره، تا سابمیتش کنیم میره اونجا و تغییر میکنه. شما باید برین بهش بدین و اونو عوض کنی. یه نفر آدم معمولی رفته این کار کرده، اصلا ویکی‌پدیا آدمی وجود نداره، کامپیوتر سافتور هستش. خواستم فقط توضیح بدم که این کار خیلی بچگانه بوده و به زودی عوض میشه. من 100% اینو تایید خواهم.
جناب دکتر لاجوردی و امید عزیزم، ما با مقوله شانتاژ سیاسی آشنایی داریم و فکر میکنم که این شگرد، این ترفند چیزی نیست که مربوط به دیروز و امروز باشه. سالهاست که در واقع به شکل کلاسیک، به همون صورت که ما تبلیغات سیاسی داریم، شانتاژ سیاسی هم داریم که مشخصاً از سوی فرد یا گروه یا دستجاتی یا حتی حکومت‌هایی افراد رو برای اینکه از گردانه به نظر خودشون خارج بکنن یا در مقابل مردم شهرت نیکشون رو به شهرت منفی تبدیل کنن، اقدام به شانتاژ سیاسی میکنن و این پدیده آشنایی است. اما من یک پرسش کلیدی از دکتر لاجوردی دارم به عنوان نقطه ضعفی که در دعوتنامه میتونم ببینم. امیدوارم که دکتر بتونن پاسخ من رو بدن و ما ببینیم که برای این قضیه، روی نقد این قضیه چگونه میتوانیم این نقیصه رو شاید برطرف کنیم. به این صورت من توضیح میدم که به طور مثال آقای دکتر لاجوردی، من و شراره سال هاست که کار فرهنگی میکنیم، سال هاست که در زمینه کار رسانه‌ای فرهنگی است و البته تنه و پهلو به کارهای سیاسی هم، کارهای سیاسی و اجتماعی هم میزنه. کار سیاسی و اجتماعی در عرصه فرهنگی، همونطور که مستحضر هستید، در اصل میتونه به امور سیاسی بپردازه بدون اینکه مستقیما وارد عملکرد باشه یا عملکرد سیاسی انجام بده. زمانی که من و شراره به طور مثال به عنوان گردانندگان یک رسانه، نمیدونم آقای دکتر لاجوردی نیستی که بله الان من دارم سعی میکنم بگیرمشون، اینترنتشون قطع شد. به هر حال امیدوارم که دکتر لاجوردی زودتر به ما بپیوندن. من ایشون اصلا اینترنتشون قطع شد. فکر میکنم برای لحظاتی باید صبر کنیم تا دکتر لاجوردی به ما بتونن بپیوندن. اما در واقع توضیحی که من میخواستم خدمت دکتر بدم و پرسشی که از ایشون داشته باشم در این زمینه بود که آیا این دعوتنامه که برای مثلا من و شراره یا امید و امیدوار میره، اگر ما در زمینه کاری خودمون علت وجودی برای مشارکت در امر سیاسی نداشته باشیم، این به این معنا نیست که نخواستیم کمک بکنیم یا نخواستیم که در این زمینه فعال باشیم، اما صرفا همونطور که دو سه هفته پیش آقای دکتر صدر اشاره کردن، در واقع توانایی و تخصص افراد شرط این حرکت هست. آقای خلط برید، اینترنت من قطع شد از 30 ثانیه پیش به این طرف. استدعا میکنم که مجددا صحبتتون رو بله خواهش میکنم. خدمتتون عرض میکنم آقای دکتر لاجوردی، من مثال زدم و این به این صورت بود که عرض کردم برای من و شراره به طور مثال، چون مثال ملموسی خواهد بود برای دیگر دوستانی هم که احیانا در این زمینه کار میکنن، ما سالها کار فرهنگی کردیم، اما کار فرهنگی به این معنا بوده که کار ما پهلو به کارهای اجتماعی و سیاسی هم میزده. منتها زمانی که این دعوتنامه رو ما دریافت میکنیم به عنوان همفکری و مشارکت، همونطور که دکتر صدر هم در 2-3 هفته پیش توضیح دادن، در واقع هر فردی بر مبنای علت وجودیش یا بر مبنای تواناییش یا کاراییش در این زمینه هست که میتواند در این گرد همایی باشد. حالا پاسخی که من و شراره میتوانیم به این موضوع بدیم به چه صورت میتونه باشه؟ ما هم این همکاری، همفکری و انتشار کار رو میتوانیم انجام بدیم و از طرفی خودمون رو پیش از این به سابقه سیاسی نداشتیم یا فعالیت سیاسی نداشتیم. پاسخ ما چه تعبیری میتونه داشته باشه؟ به طور مثال وقتی که پس از 4 هفته انقضا ما این پاسخمون رو به این صورت داده باشیم که ما کاری از دستمون بر بیاد دریغ نخواهیم کرد، اما
در زمینه احیانا همکاری و مشارکت سیاسی خودمون رو فعال یا کوشنده سیاسی نمیبینیم. این به چه صورت تعبیر خواهد شد و به چه صورت اعلام خواهد شد آقای دکتر لاجوردی؟ اولا من نمیدونم که آقای امیدوار هستن یا خیر. من هستم ولی شما تصویر نداریم متاسفانه. من تصویر ندارم. بله من که خودم تصویر خودم رو دارم نگاه میکنم. بله اگر اجازه بدیم من یک بار دیگه شما رو میگیرم. بفرمایید چون من بعدا. بله دوستان عزیز نمیدونم امید جان به چه صورت در اومده که متاسفانه هم اعلام میکنه که ویروس داره فرستاده میشه یا انهای مختلفی در این زمینه داره مشکلاتی که ما در برنامه‌های گذشته نداشتیم. حالا نمیدونم امیدوارم که گربه باشه. دکتر لاجوردی یه مقدار روی چیزشون اشکال هست اینترنتشون فکر کنم. بله دکتر لاجوردی ما فکران صدای شما رو داریم که میشنویم صداتون. الان تصویر هست آقای امیدوار؟ نه متاسفانه با صدا بفرمایید ادامه بدید. بله در حال ویروسی که از ویروس سالاد آمده شاید گریبان ما رو امشب هم در این برنامه گرفته باشه. بله برای من هم اومد دکتر یک در واقع آگهی اومد که ویروس داره فرستاده میشه. من دیدم رو صفحه کامپیوترم ولی به هر حال بفرمایید در خدمتتون هستیم. در حال بدونید که با من هم قدم شدن باید پذیرش ویروس توش باشه. بله شبت که آقای خلاص برید ما اگر که فکر میکنید که من عرض کردم حدود 200 تا دعوتنامه فرستادیم، 200 تا رهبر سیاسی داشته باشیم یه خورده خوشبینانه است. اسامی که ارسال شده هر کدوم به دلیلی ارسال شده. اگر برای جناب عالی و شراره آمده قطعاً به عنوان یک روزنامه نگار به عنوان این که اگر مورد قبولتون هست حمایت بفرمایید آمده. درسته. نه به این معنا که اون میزگردی که به هر حال اون رهبران شناخته شده اپوزیسیون میخوان بچینن ما از یک روزنامه‌نگار از یک هنرمند از یک فعال اجتماعی هم دعوت کرده باشیم. قطعا این با هم دیگه تفاوت‌هایی رو داره و سعی میکنیم که این رو بیشتر و بیشتر بازش بکنیم و ببینید که چجوری میتونیم نزدیکتر به این هدف بشیم. درسته. ببینید دکتر آزادی من اون بخشش رو کاملا در جریان هستم و متوجه هستم. منظورم به اعلامی است که پس از 4 هفته خواهد شد. منظور من اون بخش هست. اینان همین آقای خلعتبری اینان خواهیم گفت که آقای شهرام خلعتبری که یک روزنامه‌نگار یک مجری در سوئد هستند این رو پذیرفتند که از این فکر حمایت بکنند یا اینی که کردن که به این دلیل من اصلا مخالف این حرف هستم. درسته. به این خواهد بود. کاملا متوجه هستم. بعد ببینید آقای دکتر لاجوردی خب مطمئنن مجموعه ای از افراد در این زمینه پس از 4 هفته مقدمات کار فراهم خواهد شد و گرد هم خواهند نشست. چه تدبیری اندیشیدید برای نخستین نشست ها؟ شاید این رو من اگر الان به عنوان پرسش مطرح میکنم به این دلیل هست که حداقل افکار عمومی متوجه این ماجرا باشن که ما در صدد در واقع چه چیزی هستیم یا چه چیزی رو در پیش داریم. نخستین جلساتی که پس از افرادی که دعوت رو بپذیرن و در این میزه گرد شرکت بکنن چه راهکاری رو در نظر گرفتید یا چه قضیه‌ای رو قراره در نخستین جلسات پیش بره؟ ببینید اولین جلسه که بخواد پیش بیاد باید ما ببینیم که به طور مجازی خواهد بود یا فیزیکی. طبیعی است که دنبال این بیریم که یک جلسه باشه با حضور افراد که به طور فیزیکی همه چشم در چشم همدیگه داشته باشن، به این معنا که ما وقتی چشم در چشم همدیگه هم داریم الزاماً ممکنه راستش رو نگیم. وای به اینی که بخوایم که جلوی دوربین بشینیم هر کدوم از یه جای یه گوشه دنیا. هدف اونه. و
ولی بستگی به این داره که این افراد و سازمان ها احزابی که دعوت شدن پاسخشون به چه گونه باشه. من باور ندارم، همونطور که الان هم چند دسته پیش عرض کردم، تعداد رهبران اپوزیسیونی که در این 37 ساله کار کردن اینقدر زیاد باشه که نشه به طور فیزیکی در یک جا بنشینن. امیدوارم چنین بشه. ممکنه که اگر یه همچه اتفاقی بیفته نیازمند هزینه هایی باشه. یک تجربه که من شخصا دارم، ما در انجمن پژوهشگران ایران در این 24 سال گذشته 51 کنفرانس داشتیم. تو این 51 کنفرانس که چند تاشو شما هم شرکت داشتید، آقای امیدوارم شرکت داشتن، همه میدونن که باید به هزینه خودشون حضور پیدا بکنن و حتی اون سهم خودشون برای اون هزینه سالون رو هم بپردازن. در نتیجه امکان این که ما بتونیم بلیت هواپیما، نمیدونم حالا در بلیت هواپیما فرست کلاس، هتل 5 ستاره، نمیدونم یا هر چیز دیگری رو بپردازیم، قطعا وجود نخواهد داشت. چرا؟ ممکنه که به عنوان مثال 1, 2, 5, 10، امیدوارم هر چقدر بشه تعداد این آدم ها بیشتر بشه، بیان تو همین برنامه ها اعلام بکنن که حاضر هستن که گوشه ای از هزینه های این نشست رو، این میزگیر رو تامین بکنن. طبیعی است که ما مجددن با همین تریبون ها اعلام خواهیم کرد که آقای ایکس یا خانم ایگرگ این هزینه رو قبول کردن یا بخشی از این هزینه رو پذیرفتن. اونهایی که امکان نداره به دلیل مشکلات مالی حضور پیدا بکنن، ما از اینجا یک کمکی بکنیم برای بلیت یا نمیدونم هر چیز دیگه. ولی قدر مسلم اینه که هنوز هیچ برآوردی نشده، برای اینکه هنوز از اون تعداد و اون کسانی که قبول کردن اطلاع کاملی نیست، که در این 4 هفته باید که کامل بشه و به اطلاع عموم برسه. سپاسگزارم. امید عزیزم، بله، برای من سوالی، اینا سوال نیستش، من فهم میکنم میخوام یه قدر بیشتر روشن بشم راجع به این، برای اینکه من همیشه اینو دیدم که وقتی که تصمیم به یه کاری گرفته میشه، کسانی که این کار رو انجام میدن، مثلا کاری که اینقدر مسئله مهمی هستش، فکر میکنم که آینده شو در نظر گرفتن که چی میخواد بشه. من فرض میکنیم که آقای دکتر لاجوردی عزیز این دعوتنامه رو فرستادن و با شکی که من درش دارم، فرض میکنیم تمام کسانی که ایشون در نظر دارن که میتونن در این مجمع جمع بشن بیان جواب مثبت بدن، بیان بشنن، بعدش چیکار میخوام بکنن؟ فرض کنیم که تمام گروه های سیاسی اومدن جمع شدن، بعد چیکار میخوام بکنن؟ آیا اینها قدرت اجرایی دارن یا فقط در اونجا صحبت خواهد شد؟ اگه قدرت اجرایی دارن به چه صورته؟ آیا برنامه‌های سیاسی میخوام بذارم، برنامه‌های اجتماعی میخوام بذارم برای این، یعنی حرکت‌های سیاسی، حرکت‌های اجتماعی و حرکت‌های نظامی، من میخوام بدونم کدوم یکی رو به چه صورت انجام میشه؟ ببینید، یه سوال کمتر از یک دقیقه‌ای بود که یک پاسخ 24 ساعته به دنبال خواهد داشت، ولی من سعی میکنم که تا حد توانم پاسخ بدم. فرض محال رو محال نگیریم، یعنی بگیم که ممکنه یک همچین اتفاقی بیفته. نه نه، منظورم اینه که همه اون کسانی گذاشتیم بیان. البته نه 80% موافق هستم میان، ولی 100% تمام کسانی که شما ایمیل دادین جواب مثبت بدن برای این دجمگان، یک مقدار سخت خواهد بود این، ولی برای این گفتم محاله که همه بیان. ولی فرض کنیم همه اون کسانی که شما در نظر دارین با تمام باورهای سیاسی مختلف قبول بکنن که در کنار هم بشینن، قدم بعدی شما چی هستش؟ عرضم همینجاست، من در پاسخ همین میخواستم خدمتتون عرض بکنم که اولش امیدوار باشیم این مرحله اول اتفاق بیفته. اگر اتفاق بیفته، در 37 سال گذشته یک تحول نادره، ولی فرض اون همونطوری که جناب عالی هم اشاره کردید، امیدواریم اتفاق بیفته. مرحله بعد چه خواهد شد؟ یکی از دوستان بسیار بسیار عزیز و ارجمند من در همون شهر شما در واشنگتن نوشتم که آیا برای سرنگونی یک نظام نیاز به نظامی ها و ارتشی ها نیست؟ بنده خدمتشون نوشتم قطعا هم چیزی هست، ولی از من نخواهید که من بدون صاحب صلاحیت در این زمینه اظهار نظر بکنم.
جناب عالی که خودتون یک امیر ارشد ایران بودید و دعوت شدید، اونجا به همراه کسان دیگری که معرفی میکنید میتونن در این پروژه نظامی برای سرنگونی ایران هم در موردش بحث بکنن. اون گروه اقتصادی میتونن که مسائل اقتصادی یا سیاسی رو در همین جمع و همین میزگرد بحث بکنن. ولی فرضمون بر اینه که این جمع به دلایلی حالا 100% نشد، 80% نشد، 50% نشد، 10% به شکل برسه. اگر که اون مجموعه کامل نشد ما چی کار میکنیم؟ یا اگر شد چی کار میکنیم؟ من فکر میکنم که بلافاصله بعد از 4 هفته در نخستین جلساتی که تکلیف پاسخ این دعوتنامه به وجود بیاد، یک پروژه خیلی خیلی بزرگ در میون هستش که این پروژه به برگزیدگان اون میزگرد تقدیم میشه برای اینکه ما چگونه از شر این نظام نجات پیدا بکنیم و چگونه بتونیم برای بچه هامون، امروز و فردای بچه هامون، برنامه رو منسجم داشته باشیم که حرکتی درش ایجاد بشه. در اون زمینه آقای امیدوار، من نگرانی زیادی ندارم برای اینکه کار زیادی روش شده. همین پروژه ای که من به راحتی فقط اسم پروژه رو میارم متجاوز از 300 کارشناس میتونه روش کار بکنه و هر مرحله ای رو 36 مورد هستش که در امروز ایران موزلاتی رو به دنبال خودش داره. ما برای هر 36 مورد، برای هر موردیش یک سری افراد و تیم‌های رو تعیین کردیم که بتونن که روی این مسائل کار رو کنن. به عنوان مثال بزرگترین موزل امروز ایران مسئله اقتصادی است. ما در رابطه با مسئله اقتصادی چه کار میتونیم بکنیم؟ یه تیم 7-8 نفره در این زمینه مشغول به کار خواهد شد و یا در سرنوشت فردای بعد از انقلاب در رابطه با سپاه پاسداران چه خواهد شد؟ طبیعی است که باید یه گروه متخصص روش کار بکنه. آقای دکتر راجوردی گرامی، سوال من شاید من درست مطرح نکردم. بعد از انداختن جمهوری اسلامی رو نگفتم. برای انداختن جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای دارید؟ من خدمتتون همین رو می‌خواستم عرض کنم. اما پروژه جواب نمیده. شما میگید یه پروژه‌ای داریم. همه پروژه دارن آقای دکتر راجوردی. دلیل نمیشه. این پروژه یه کلمه‌ایه که من فکر می‌کنم جوابگوی اون سوال من نیست. لطفاً یه ذره دیتیل بیشتر بدین که این مجموعه رو که شما جمع کردین چی کار میخواین با این انجام بدین؟ چه کاری میخواین انجام بدین شما؟ ما یک ضرب المثلی داریم در زبان فارسی و اونم اینه که به طرف میگیم تو چند ماهه به دنیا آمدی و این سؤال رو وقتی میکنیم منظورمون اینه که یک کمی عجله نکنید، شاید به اونجا برسید. اون بحثم به همین شکله. 37 سال دکتر لاجوردی عجله داریم میکنیم، اگه عجله نکنیم چی کار میکنیم؟ ولی این برنامه فقط 45 دقیقه از داره ادامه پیدا میکنه، بیشتر از این نیست. اجازه میدید من خدمت این رو عرض بکنم. من رو محاکمه نکنید به دلیل 37 سال گذشته. از من سوال بکنید که در این 45 دقیقه به بعدی که میخوایم در این زمینه صحبت بکنیم چی کار خواهیم کرد. نه آقای دکتر لاجوردی، شما در اون 37 سال هم نقش داشتین، من هم داشتم، آقای خلدبری هم داشتن، همه ما مقصریم در این 37 سال. بزرگترین نقشمون آشنایی با شماست که خیلی هم خوشحالیم از این نظر که با شما آشنا هستیم. ولی اجازه بدید که مشخص‌تر بریم جلو ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم. ببینید محاکمه نکنیم هم دیگر رو. 37 سال گذشته هر کدوم سعی کردیم تلاشی رو بکنیم، سعی کردیم که راه به جایی ببریم. تلاشمون این بوده از این حقارت و بی‌هویتی نظام جمهوری اسلامی بیرون بیاییم. این تلاش بوده، این واقعیت، این که نمیشه ندیده گرفت که اینی که چه کسانی این تلاش رو کردن، من فکر کنم همه کردن. این که چه تفکر چه ایدئولوژی داشتن، هر آن چه تفکر و ایدئولوژی توی یک جامعه سیاسی وجود داره حتما همشون داشتن، از چپ چپ تا راست راست این کارو کردن. ولی امروز این سوال بکنیم که چرا موفق نشدیم و برای موفق شدنمون چیکار باید بکنیم. من فکر میکنم که اگر یک روزی این اتفاق میمون بیفته و ما بتونیم که دور هم دور یک میزگرد بنشینیم، متخصصین بسیار بالایی رو داریم
و همونطوری که عرض کردم دوست ما در واشنگتن مطرح فرمودن، بگیم که یکی از راه های سرنگونیه، راه در راه سرنگونی یکی از مواردش نیروی نظامی است. ما که قطعا موشک ها نمیدونم هواپیمای بدون سرنشین و هلیکوپتر و تانک و نفربر که نداریم، که ما دارای یک سری فکرهای هستیم و یک سری نیازمند یک سری حمایت ها. اگر که این فکری که مطرح میکنیم قابل قبول جامعه باشه، باید در انتظار حمایت هاش باشیم. همینی که من میگم که فردا میزه گردی تشکیل بشه از نظر مالی چی کار باید بکنیم، منظورم همون حمایت هاست. دقیقا این تنهایی نیستش که من اگر که خودم فکر میکنم صاحب فکرم در این 37 سالم کاری نکردم، از این بعد بخوایم یک کاری رو انجام بدیم به تنهایی بتونم این کار رو انجام بدم، ابدا. آقای دکتر لاجوردی عزیز گرامی، فرض کنین همه حمایت ها اومد، همه اینا هم جمع شدن، شما باید بگین مرحله بعدی این به کجا خواهد رفت؟ آخه شما نمیتونین بگین حالا بذارین جمع بشین. ببینید، من اینو میخوام بگم، آیا برنامه ریزی شده که اگر همه، اگر فقط برنامه ریزی و مقصد اینه که اینها دور یه میز جمع بشن بعدن تصمیم گیری بشه که چیکار میخوام بکنن، خب همینو میشه مطرح کرد که فعلا مقصدی که داریم و هدفی که داریم جمع شده همه دور یک میز گردیه، بعد فعلا تصمیم براش گرفته نشده. خب این خیلی شفافه. شما من زیر سوال نمیبرم ماکینو و دو تاجه، من دقیقاً دارم اون کاری که شما من گفتین که از من چرا شفاف سوال نمیکنم، من شفاف دارم سوال میکنم. فعلا شما شفاف نیستین. شفاف بودن یعنی که یا بگیم برنامه ریزی برای بعدش نداریم، فعلا مرحله اول رو در نظر گرفتیم بریم جلو، قابل قبول برای من 100% این هست. یعنی من میخوام بگم این بده، خیلی هم خوبه که میگیم فعلا بریم قدم به قدم، اما اگر برنامه ریزی بوده که همه اینا جمع شدن میخوایم چیکار کنیم؟ آیا فقط میخوایم با هم صحبت کنن، آشتی کنن، دست بدن، کمونیسته به شاهیه، شاهیه مجاهده اون به کمولو، کمولو به اون یکی، همه میخوان دست بدن و بشینن و دوست بشن، خب بعد میخوان چیکار کنن؟ این برای من تعجب داره که اگه همه اینا رو فرض کنیم جمع کنیم چیکار میخوان بکنن اینا؟ با شما هست. ببینید کاملا سوال درستیه و چقدر خوشحالم که این سوالات به این ترتیب داره مطرح میشه. اولین هدفی که اگر این مجموعه دور اون میز گرد بنشینند یک قدم بزرگ برداشتن، اون قدم بزرگ اینه که در داخل جامعه ایران اعتماد جامعه رو، اعتماد مردم ایران به دست آوردن. وقتی اعتماد مردم رو به دست بیارن، حمایت بین‌المللی رو به دست میارن. اگر سوال بر اینه که چجوری میخواد سرنگون بشه، بعدش ما میخواییم چی کار بکنیم، طبیعیست که یک سری برنامه های فکری وجود داره. برنامه های فکری به چه شکله؟ من اگر اوایل صحبتم عرض کردم که مثلا برنامه اقتصادی ما داریم، برنامه اقتصادی ما یعنی چی؟ یعنی این که اون 5 نفر 10 نفر اقتصاددانی که روی این قضیه کار میکنن، وقتی که این میزگرد به وجود بیاد از طرف این مجموعه به مردم ایران گفته بشه ما قادر هستیم زندگی اقتصادی شما رو با این امکاناتی که در داخل امروز ایران هست، با این نفت نمیدونم 49 دلار و 51 دلار بتونیم که اداره بکنیم و خط فقر رو پایین بیاریم. ما قادر هستیم که در زمینه مسئله جوانانمون، زنانمون این برنامه ها رو داشته باشیم. اگر که شما فکر این رو میکنید که ما باید حتما برنامه های ضربتی آنچنانی داشته باشیم، طبیعیست که همچین چیزی امکان پذیر نیست، چون یک همچین برنامه های نیازمند اینه که امکانات زیادی براش فراهم بشه. اولیش امکانات مالیه، امکانات یک مجموعه فکریه در خدمت. ببخشید آقای دکتر لاجوردی، من در تکمیل پرسش امید این سوال رو دارم در واقع خدمتون، و اون این که تصور بفرمایید که این دعوتنامه ها وقتی که به دست افراد رسید، این خطر هم میتونه وجود داشته باشه که افرادی به طور اتفاقی از یک طیف فکری واکنش مثبت نشون بدن.
به طور مثال میگم، مثلا تصور بفرمایید که جمعی از مشروط خواهان به دعوت شما پاسخ بدن، یا جمعی از احزاب منطقه‌ای به شما پاسخ بدن، یا یه چند گروه از احزاب چپ به شما فقط پاسخ مثبت بدن، آیا این خطر وجود نداره که احیانا این شانتاج سیاسی در پیش آمده باشه که احیانا یک طیف خاص فکری که دکتر لاجوردی هم در همون طیف و کاتگوری میتونه قرار بگیره، خواستن که بیان و یک جریانی رو راه بندازن، اما از اول خواستن این رو به این شکل نشون بدن که خیلی دموکرات بودن و برای همه رفته. برای مقابله با این خطر که احیانا طیف‌های خاص فکری جذب این دعوتنامه بشن و پاسخ مثبت بدن، رو چه راهکاری براش در نظر گرفتید؟ هیچ راهی آقای خلفتگی. تنها راهی که وجود داره اینه که اگر این فکر یه وقت پیش آمد، 5 نفر از یک گروه فکری خاص حضور پیدا کردن، 5 نفر هم در مقابل اون گروه فکری خاص حضور پیدا بکنن. توجه برزن میکنید؟ وگرنه اگر یک همچین اتفاقی که جناب عالی تصویرش کردید بیفته، یعنی این که ما رفتیم به دنبال ایجاد یک حزب، یک تفکر ایدئولوژیک خاص، اون راه به جایی نمیبره. کمونی که در 37 سال گذشته از این تعداد این تفکرات ایدئولوژیک بسیار بودن، به همین دلیل به نتیجه نرسیده. من نوعی اگر که با یک تعدادی آمدیم این فکر رو مطرح داریم میکنیم، به این دلیلی که مواظب این باشیم که در اون تله فکری نیفتیم، مواظب این باشیم که یک گروه خاص نیاد اینجا رو مصادره بکنه. دعوت بکنیم، بلافاصله که همچین احساسی رو کردیم، فرض کنیم یک گروه چپ باشن، بلافاصله دعوت بکنیم، التماس بکنیم، خواهش بکنیم از گروه مقابلش حضور پیدا بکنه. ما کار دیگه از همون ساخته نیست، ولی قطع مسلم و قطع یقین اگر چنین اتفاقی بیفته و یک 5 نفر 50 نفری در یک فکر خاص اینجا را احاطه بکنن، مطمئن باشید که محکوم به شکست. من یعنی اعلام میشه از طرف در واقع شما و همفکران که به منظور خاصی که این دعوت رو انجام دادید نائل نشدید و فعلا این مسئله مختومه اعلام میشه، به این صورت اقدام خواهید کرد؟ حداقل متوقف میشه. کاملا همینی که میفرمایید. چون من عرض کردم ما به دنبال این هستیم که یک تنوع فکری در اینجا باشه، به این دلیل که اگر فردا صبح جمهوری اسلامی سقوط بکنه یا از طریق این گروه فکری و اپوزیسیونش سرنگون بشه، اگر فرض رو بر این بگذاریم که خیلی سخته که یک دموکراسی بعد از اون در ایران به وجود خواهد آمد، دموکراسی معنی داره. معنی دموکراسی اینه که منی که یک رأی دارم با شمایی که 99 رأی دارید یک احترام اجتماعی در داخل جامعه داریم. مهم اینه که حمایت از اقلیت بشه نه از اکثریت. اکثری حمایت از اکثریت دیکتاتوری پشتشه. من البته در همین رابطه های دکتر لاجوردی پرسش دیگه ای هم دارم، ولی میخوام ببینم که امید صحبتی داره که صحبتشو بکنه و بعد من پرسشم رو در همین رابطه مطرح. من اول از بپرسم از آقای امیدوار که آیا تصویر ایشون هم نیست، چون من در تصویر شما رو ندارم آقای امیدوار. چرا تصویر ما هست، تصویر شما رو من ندارم، که من فکر میکنم اگر قطع کوتاهی بکنم دوباره بگیرم درست میشه. اگر من اجازه بدیم من این کار انجام بدم. خواهش میکنم بفرمایید. یک لحظه من اجازه بدیم. من دوستان عزیز، همونطور که میدونید در آغاز این برنامه هم بهش اشاره شد، پس از اینکه در مورد یک اپوزیسیون کارا و در برگیرنده ماهاست که از طیف‌های مختلف افراد مختلف دعوت شد و با بینش‌های مختلف آمدند و در مورد یک اپوزیسیون کارا کارآمد و در برگیرنده در این برنامه صحبت کردیم، میزگردهای کوچکی داشتیم.
قرار شد که دعوتنامه‌ای برای افراد مختلف از گرایش‌ها، از ایدئولوژی‌ها یا حتی مشاغل جمعی خاص مثل ورزشکاران، هنرمندان، ارباب رسانه، فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی، دعوتنامه‌ای تنظیم شده که در آغاز این برنامه خوانده شد و 4 هفته هم برای پاسخ این افراد در نظر گرفته شده که در رابطه با همین موضوع داریم خدمتون صحبت میکنیم. نمیدونم دکتر لاجوری، آقای دکتر لاجوری اگه لطف کنید روی کلید دوربین یک بار بزنید، قطعش کنید، دوباره وصلش کنید روی دست کنید. خوبه؟ بله. نشد. شما نیستیم. نه تصویر ندارین متاسفانه. بله من عکسی از شما گذاشتم که اونو میذارم وقتی که شما دارین صحبت میکنین و تصویر خوبی هم هستش، فکر کنم اشکالی نه. قبل از اینکه آقای خلبدری عزیز سوال شما کنه از من خواستم، من فقط این سوال کنم، شما چون گفتیم بعدا اسما رو معرفی میکنیم، خب اون قبول شد و ما منتظر میشینیم، ولی میشین لطفا بگیم به چه نوع گروهی، به چه دسته های سیاسی از لحاظ فکری فرستاده شده؟ میخوام ببینم مثلا فرض میکنم سلطنت طلب ها کدوم دستور گروهشون، اگه کمونیست هستن کدوم دستشون، اگر جمهوری خواه هستن کدوم دستشون، میشه لطفا بگین کی دسته بندی هاشون کیا بودن؟ آقای امیدوار هیچ تفاوتی نمیکنه، ما هر آنچه که میشناختیم و کمک گرفتیم، به عنوان مثال از گروه های سلطنت طلب خواستیم خودشون یه تعدادی رو معرفی بکنن، از گروه های چپ خواستیم یه تعدادی رو معرفی بکنن، از احزاب منطقه‌ای خواستیم یه تعدادی رو معرفی بکنن و هر آنچه خودمون پیدا کردیم و آشنایی داشتیم رو دعوتنامه فرستادیم. بسیار، یعنی هیچ استثنایی وجود نداشته. بسیار خوب، بفرمایید. شما هم در اختیار شما هست. خواهش میکنم. آقای دکتر لاجوردی، خب من میدونم و با افکار شما آشنایی دارم، ولی این پرسش رو به دلیل اینکه داریم در مورد همین دعوتنامه صحبت میکنیم از جناب عالی میپرسم. ما در اصل یک واژه کلیدی انگیزه تمام عیار این دعوت هست برای جلب اعتماد، جلب اطمینان و همفکری و همکاری گروه های مختلف و تلاشگران سیاسی و اجتماعی برای ایجاد یک اپوزیسیون دربرگیرنده و کارا بر مبنای برابری و دموکراسی. منتها من میخواستم که این پرسش رو داشته باشم که آیا هدف غایی و نهایی این گرد همایی در این هست که دموکراسی در خدمت ایران باشه یا ما در نهایت ایران رو در خدمت دموکراسی قرار بدیم؟ قرار شد که سوالات سخت نکنید. ببینید آقای خلبدری، قبل از اینی که وارد مسائل فلسفی بشیم، این دو اصل خیلی روشنه، ایران باشه و جمهوری اسلامی نباشه، این خیلی 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 مشخصه، طبیعی است. ببینید من به هر حال آدمی هستم که درصدی از عمر خودم رو در حکومت پیشین و 37 سالش رو در حکومت فعلی گذروندم. در هر دو حکومت ما یک سری مشکلات سیاسی داشتیم که اصلا با هم قابل مقایسه هم نیست. یعنی اگر که من 10 مورد مشکل سیاسی در حکومت قبلی داشتم، حالا 1000 مورد در مورد حکومت فعلی دارم. یک آرمان خواهی در وجود من هست، یک رویا طلبی در وجود من هست و اون اینه که اون دوران نوجوانی خودم همیشه فکر کردم که ایران باید بشه سوئد، نه تنها سوئد نشد، به این فاجعه بار امروزی بدل شد. پس در نتیجه اینی که مثل شاهزاده رضا پهلوی من بخوام بگم که منتظر این میشیم که دموکراسی امریکایی رو به ایران ببریم، بنده هم شرفی رو نمیزنم. بنده اعتقادم بر اینه که به راحتی در مرحله اول ما قادر به این بشیم در یک مجموعه اپوزیسیونل که بتونیم
یک آلترناتیوی رو تشکیل بدیم، این آلترناتیو مورد اعتماد مردم و حمایت بین‌المللی قرار بگیره. چون بارها و بارها این بحث مطرح شده، یکی از دلایلی که حکومت جمهوری اسلامی پابرجا مونده بدون شک بدون تردید نبودن آلترناتیوه. اگر این امکان به وجود بیاد، من فکر میکنم که در مرحله بعد از جمهوری اسلامی بستگی به این آلترناتیو داره. و مردم ایران، یکی از سوالات مثلا اینه که شما چرا از مردم عادی دعوت نکردید، از یک عده خاص رهبران اپوزیسیون دعوت میکنید؟ این سوالات غلطی است. اول اینکه ما دعوت عمومی کردیم. دوم اینکه در کدوم کشور دنیا شما میبینید که مردم عادی بیان در مورد کشورشون تصمیم بگیرن؟ در کشورهای دموکراتیک احزاب هستن، در کشورهای غیر دموکراتیک مثل ما به هر حال گروهی که فعال سیاسی هستن و زندگیشون روی این قضیه گذاشتن باید که در محور یک فکر امروز و فردای جامعهشون دور هم بنشینن. اگر یک همچین اتفاقی بیفته که من امیدوارم که امیدوارانه بشه، ببینید خیلی روشن دارم خدمتتون میگم، 37 سال تجربه نشون داده که نشده، ولی یکی از دلایل شاید این بوده که اگر هر مجموعه تشکیل شده، هر حزب و سازمانی به وجود آمده، هر شورایی شکل گرفته، اولین حرفی که درش به وجود آمده این بوده که بیایید به من بپیوندید. نه، امروز ما میگیم بیایید دور این میزگرد با هم بنشینیم. یعنی اون خودمحوری، اون خودخواهی، اون توهم را از بین ببریم که من تنها میتونم کاری را انجام بدم. من تنها میتونم که یک صندلی دور این میزگرد داشته باشم، با همفکری شما امیدوار و 50 نفر دیگه بشینیم ببینیم که چرا ما به این بدبختی دوچار شدیم و راه گریز از این بدبختی و رسیدن به یک جامعه حداقل دموکراتیک، ملاحظه بکنید ارزم رو، حداقل دموکراتیک، یعنی اگر که فردا جمهوری اسلامی نبود واقعا بشه اون صندوق رای رو نگهش داشت و حفظش کرد. یعنی به نوعی باید خدمتتون بگم که احترام به اون رای مردم اونجا، اون وقت ببینیم که چه عملی میشه انجام داد. این نگاه من به قضیه. اگر من سوال کوتاهی کنم دکتر لاجوردی عزیز، مطمئنن ما همه میدونیم که نه فقط در این 37 ساله، ولی در سالها قبل از اون هم گروه ها و طرز فکرهای مختلف درگیری های با هم داشتن که اینها الان ریشه این جدایی رو گذاشته. یعنی ما میبینیم که با هم حتی سر یک میز هم که شما گفتین نمیتونن بشینن. چطوری میخواین اگر اینها دوره هم جمعه، این ناراحتی که اینها از هم دارن که این ناراحتی به حد بسیار بالاییه که ما بین گروه های سلطنت طلب و گروه های کمونیست میبینیم، بین جبهه ملی ها و ناسیونالیست ها و سلطنت طلب ها میبینیم، اینها از مرحله عقیدتی اومده بیرون و دعواهای خیابونی شده. به قول قدیمی ها که میگن اصلا دست به یخه میشن، اینا دست به یخهی با هم صحبت میکنن. چطوری میتونین شما اینها رو راضی بکنین که اون باورهایی که در سرشون این یک دین ریشه دونده رو کنار بذارن و بتونن برای ایران این کار انجام بدن؟ آقای امیدوار، میدونم که این پاسخ من ممکنه که مشکلاتی رو به وجود بیاره حتی برای این دعوتنامه، در پاسخ دادن به این دعوتنامه، ولی از اونجایی که شما از من میخواید که من مشخص جواب بدم، روشن خدمتتون بگم بله، این مشکلات هست، این مسائل وجود داره و اپوزیسیون ایران هم به هر حال این گرفتاری باهاش هست و نمیشه ندیده گرفتش. ولی من یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. اپوزیسیون، من در کتاب پارلمان فکری مبحثی رو دارم، رهبر کسی است که خصوصیات و ویژگی های بسیار باید داشته باشه، از جمله این که با مردمش بتونه حرف بزنه،
نیازهای مردمش رو بتونه حداقل به زبون بیاره در مقابل یک حکومت دیکتاتوری و استبدادی و غاصب، و به مردم بگه که من چه کاری رو میتونم از من ساخته است انجام بدم. ببینید اپوزیسیون ایران در طی این 37 ساله که 37 سال به عمرش اضافه شده به عمر فردیشون، متوسط سنشون از 65 تا 75 سال، یک گروهی هم بالاتر از 80 سال هستن که اونها فقط سنگ انداز این حرکت هستن، ولی به طور متوسط بین 65 تا 75 سال عمر متوسط اپوزیسیون. این در حالتی است که عمر متوسط عمر جامعه ایران 80% زیر 40 ساله. اولین مرحله این که طبیعیه که این دو گروه فکری و طبقه اجتماعی حرف همدیگر نمیفهمن. این بسیار طبیعی است. شما در 50 سالگی به هر حال مشکل دارید با بچه 12 ساله خودتون، با وجودی که حالا در یک کشور زندگی میکنید، ولی طبیعی است در یک کشوری که آنچنان پیشرفته نیست و در حال رشد و مسائل سیاسی واسش تابو هست، طبیعی است که دو گروه اختلاف سن نمیدونم 30 سال تا 50 سال حتی هم دیگر رو نفهمن. من فکر میکنم که یکی از راه ها اینه که این میزگردی که شکل میگیره فقط دنبال این نباشه که اون گروه ها اون مجموعه هایی در اونجا شرکت داشته باشن که سن بالایی رو دارن و به هر حال با زحماتی کشیدن بندن منکرش هستن نیستم، فقط فکر میکنن که خودشون هستن انجام میدن یک کاری رو. نه، توی همین چند جلسه با وجودی که تعداد زیادی از این بچه های جوانتر پیوستن، من فکر میکنم که این مجموعه فکری گذشته از مجموعه سنی باید شکل بگیره تا بتونه تو جامعه ایران اثر خودش رو بگذاره. این اثرگذاری باعث بشه که ما به طرف اون جامعه دموکراتیک یک حرکت کوچکی رو انجام بدیم. آقای دکتر لاجوردی، من پرسشی که از جناب عالی داشتم رو به این نحو مطرح میکنم، چون قرار من، شما و امیدوار در این بود که در این برنامه شاید خیلی باز و بی پرده مسائل رو در پیرامون این دعوتنامه مطرح بکنیم که شاید برای کسانی که دنبال میکنن نکته‌ای باقی نمونده باشه. بنده عرض کردم خدمتون که دموکراسی در خدمت ایران یا ایران در خدمت دموکراسی هدفی از این پرسش داشتم، به این معنا که اگر با واقعیت امروز جامعه ایران پیش بریم، ما بلافاصله فردای پس از سقوط نظام جمهوری اسلامی نمیتوانیم در یک جامعه دموکراتیک زندگی بکنیم. بسیاری از کسانی که در این زمینه کار کردن یا تجربیاتی دارن این رو یک زنگ خطر حتی میبینند که فردا روزی پس از 37 سال و البته 120 سال که ایران روی دموکراسی ندیده، این قضیه محکوم به شکست هست، مگر اینکه اون جمله از فرهیختگان، دلسوزان، متخصصین دوره انتقالی هم از جمهوری اسلامی به یک حکومت دموکراتیک رو در نظر بگیرن، حالا مقطع زمانیش هر مقداری که هست و نظر تخصصی هر چقدر که براش این ظرف رو قائل میتونن بشن. اما اگر ما قرار باشه که احتمالاً بیشتر گروه‌های مردمی مثل احزاب منطقه‌ای به طور مثال که سالها در زیر سیطره دیکتاتوری یا تبعیض زندگی کردن، اتفاقاً از هواداران سرسخت یک ایران دموکراتیک هستند، به این معنا که در صحنه دموکراتیک میتوان هر مطالبه‌ای رو مطرح کرد و اون کسانی که به عنوان یک پایبندان دموکراسی پیش آمدن هم باید پای حرفشون بایستن. اون چیزی که مسلم هست، قبل از این که ما بخوایم به یک جامعه دموکراتیک وارد بشیم، امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران مطرح است.
اگر واقع بین باشیم پس از یک حکومت استبدادی همانند جمهوری اسلامی محاله که هیچ جامعه‌ای هر چقدر تجربیات تلخ اندوخته، هر چقدر به بالندگی رسیده، بتواند فردای اون روز یک فضای دموکراتیک رو در کشور به وجود بیاره و این مبدل به هرج و مرج، آنارشی و هر شکل دیگری از به هم ریختگی در نیاد. در خدمتتون هستم. اون بیزید کاملا فرمشون درست آقای خلفتری، یعنی ما از خیال و رویا بیرون بیاییم. واقعیت اینه که چنین چیزی غیر ممکنه، چنین چیزی غیر ممکنه که فردای بعد از یک حکومت دیکتاتوری آنچنانی آزادی دموکراتیک بلا فاصله برسیم. ولی این نیازمند اینه که مثل همه کشورهای دنیا، من بارها و بارها این مسئله رو تاکید کردم روش، همه جوامع دنیا یک باره از دیکتاتوری به دموکراسی نرسیدن. اشاره جنابالی هم در وسط صحبتون به همین قضیه بود. در تمام جوامع دنیا یک سری افرادی خواب میدون گذاشتن، با همدیگه فکر مطرح کردن، پله به پله این مرحله رو طی کردن تا تونستن به اوایل دروازه دموکراسی برسن. جامعه ما با این شکست صد و چند ساله گذشته خودش، من تنها امیدم اینه که این 37 سالی که این کارنامه سیاه روی که جامعه ما بوده بتونه تجربه خوبی ازش به وجود بیاد. تجربه خوب به این معنا که این امروز ایرانی یک از یک ظرفیتی برخورداره. اون ظرفیت چیه؟ اون ظرفیت اینه که به هر حال ایران امروز با ایران 100 سال پیش یک دنیا متفاوته. ایران امروز 5-6 میلیون نماینده در دنیای آزاد داره، در کشورهای غربی داره که با اصول دموکراتیک دارن زندگی میکنن. این مجموعه صاحب مسئولیت، صاحب یک وظیفه است و این مسئولیت رو باید به عهده بگیره. این گروه شاخصی که به عنوان اپوزیسیونش هست اگر این رو نپذیره و قبول نکنه و فقط باز داره فکر منم منم و خودخواهی و خودمحوری خودش باشه، مطمئن باشید که به سرعت از اون گردونه خارج میشه. اون بحث فرهیختگانی رو که جناب علی هم اشاره کردید، بنده هم بهش تأکید و اصرار دارم، باید به وجود بیاد. من به این فکر باشم، من نوعی به این فکر باشیم که اگر که امکانی به وجود بیاد، فکر مسئله شخصی نباشیم، فکر مسئله آینده و جامعهمون باشیم که به کجا میتونه قدم بگذاره. این راه راه اساسی است، این راه راهیه که ما رو میتونه به یک جایی برسونه. همه کشورهای پیشرفته دنیا این راه رو طی کردن. در تمام، ببین باز من بحث این فرانسه رو دارم برای شما مثال میزنم. مگه 230 سال پیش تو این فرانسه چه خبر بود؟ مگه اینجا دموکراسی وجود داشت؟ مگه سر انقلاب فرانسه چه اتفاقی افتاد؟ تمام این تیرهای چراغبرق سن ژرمن و سن میشل، دو تا بلوار بزرگ مرکز پاریس، تاریخ اعدام افراد رو داره. مگه ما یادمون رفته که به هر حال اینا این زجر رو کشیدن، این مراحل رو تحمل کردن، با آشغال سیگاری که رو زمین افتاده بود تغذیه کردن، ولی پای مملکتشون وایسادن به دلیل اینکه چند تا از اون فرهیختگانشون فکر مطرح کردن. وگرنه مردم عادی نه تقصیری دارن نه توقعی ازشون به این شکل وجود داره. و من امیدوارم ما به این مرحله قدم گذاشته باشیم. امید عزیزم زیادی نداریم. بله بله، اگر احیانا وقت رادیو ایران تموم شد میتونیم به شنوندگان به زود بگیم یه 10-15 دقیقه هم ادامه بدیم برنامه رو. ساعتی من سوالاتی بغیر از این اعلامیه دارم که دوست دارم مطرح کنم. در این 5-6 ماه اخیر این برنامه های شما که بود، سوالات بسیاری برای من و کسانی که تماس میگیرم با ایتو پیش اومده بود که دوست داشتم راجبش سوال کنم. سوالات زیادی برای خودم پیش اومده بود که اینکه من میدونم دکتر لاجوردی جمهوری خواه هستن، درسته دکتر لاجوردی گرامی؟ شرطی که خودم پادشاه نشم بعد من جمهوری خواه هستیم. بعد من میخواستم ببینم که
شما با جمهوری اسلامی ایران دارین مبارزه میکنین و این برنامه گذاشته شده، شما با جمهوریش که اختلافی ندارین، با ایرانش هم که ندارین، با اسلامش دارین، ولی چرا مستقیما با اسلامش مبارزه میکنین و با جمهوریش دارین و ایرانش هم دارین مبارزه میکنین؟ شما به نظر من این جلسات باید مبارزه مستقیم با اسلام باشه. درسته؟ دعوت میکنم سه شنبه آینده در همین ساعت در تلویزیون ایتو چنل و رادیو ایران آن ایر یکی از فرهیختگان جامعه ایرانی که در این زمینه صاحب تخصص بسیار بالایی است و دیدگاهی رو داره که باید که توی این مسئله بهش توجه بسیار کرد، آقای دکتر جلال ایجادی، پروفسور جامعه شناس هستن، در زمینه جامعه شناسی دینی کار کردن و در برنامه سه‌شنبه آینده حضور پیدا خواهند کرد. ولی این کافی نیست برای پاسخ شما آقای امیدوار. بدون شک، بدون هیچ گونه تردیدی، در اولین مرحله باید بنده اذعان بکنم که به هر حال ما تنها کشور مسلمان 57 کشور اسلامی دنیا هستیم، در این 57 کشور تنها کشوری هستیم که هویت ایرانی خودمون رو حفظ کردیم، یعنی با وجودی که اعلام میشه 99% و نمیدونم چند دهم درصد مسلمان هستن و اکثریت قریب به اتفاق شیعه، امروز وقتی که به بیانات معاون استاندار تهران نگاه بکنید میگن 90% جوانهای ایران از مذهب رو برگردوندن. پس در جهت از اینی که ما بخوایم این مبارزه رو به این شکل بکنیم، جامعه درون ایران این مبارزه رو آغاز کرده، آغاز کرده به این دلیل که میبینه که هویت زیر علامت سوال رفته، میبینه که ببینید آقای امیدوار، من فکر میکنم که آقای خمینی یکی از بزرگان تاریخی جامعه ایران خواهد به این دلیل که آمد و در این 37 سال به مردم ایران شارلاتانیسم مذهبی رو معرفی کرد، به مردم ایران گفتش که ما با اسم، با نام دین و مذهب وارد جامعه شدیم، به اون محدوده پای، یا حالا الفاظ دیگری رو به کار نمیبرم، در اون گرداب شارلاتانیسم اسلامی قرار گرفتیم و مردم امروز اینی که میگن 90% جوانهای ایران بی دلیل نیست. تو نظر منظورم شما هستین دکتر لاجواب عزیز، میگم شما چرا این کار به این صورت و واضح و شفاف اونجوری که همیشه تقاضا دارین همه انجام بدن، شما چرا شفافانه و مستقیما به عنوان یک هموطن خوب ما که من خیلی ارادت دارم به شما، شما چطوری که مثل رئیس جمهور آمریکا و هیلاری کلینتون و مثل بقیه به یک دسته مشخصی به نام رهبران سیاسی ایران مبارزه میکنین ولی با اون اصول اصلی که با نبودن اونها هم ادامه پیدا خواهد کرد و اگر گروه های بلندشن و آینده ایران و این دسته رو کنار بزنن ولی هنوز اصلاح طلب باشن که بخوان اسلام یک جوری نگه دارن، که یه نمونهش همون آقای نوری علاست که وقت که میگه سکولاریست یعنی نگهداری از دین اسلام، چون سکولاریست برای پروتک کردن و نگهداری از دین به وجود اومده نه برای جدا کردنش از حکومت. موقعی که دینها به خطر میفتن دسته هایی به عنوان سکولار میان و قدرت رو از اونها میگیرن ولی در ازاش زنده موندن رو بهشون میدن. من میخوام ببینم اگر در این گروه هایی که به شما میپیوندن این اسلامی که در این 37 سال اخیر تعداد بسیار زیادی هموطن ما رو کشته، از ایران بیرون کرده، بدبخت کرده، بیچاره کرده، آواره دنیا کرده، ما باز هم با این بخوایم بشینیم سر میز مذاکره و اگر سیاستمداران ما اگه همشون هم بخوان دور یه میز جمع بشن و این موضوع اصلی مبارزه با اسلام مستقیما رو نگیرن، چه سودی برای آینده ایران خواهد داشت؟ با شما هست آقای خلط فرید. نمیخواید برای رادیو اعلام بفرمایید که برای رادیو آقای دکتر لاجوردی صدای ما روی اف ام قطعه، ولی احتمالاً دوستانی که از طریق اینترنت دنبال میکنن برنامه رو همچنان همراه ما هستن. امیدوارم که برنامه ضبط بشه که در نوبت بعدی بتونیم به طور کامل هم
برای دوستانی که از طریق اف ام دنبال میکنن برنامه رو پخش بکنید. در خدمتتون هستیم. آقای امیدوار، من فکر کنم که جناب علی بنده رو با شاهزاده رضا پهلوی اشتباه گرفتید. بنده به هیچ وجه من وجود آمادگی نشستن پشت یک میز با مسئولین جمهوری اسلامی خاصه با اصلاح طلبان رو ندارم. یعنی اینکه من به طور مشخص و روشن اصل دومی که در این دعوتنامه مطرح شده بحث نبودن تمامیت، کلیت و موجودیت جمهوری اسلامی است و هدف اینه که هیچ اصلاح طلبی نمیتونه اینجا شرکت کنه. یکی از سوالاتی که دیشب تو برنامه مطرح شده بود همین بود که یک سری افرادی به خارج از کشور آمدن و اسم برده شد، مثل آقای سازگارا. بنده عرضم این بود که نه تنها آقای سازگارا و هم پالگی های ایشون نمیتونن، آقای گنجی خانم نمیدونم فلان در اینجا شرکت بکنن، بلکه از پشت در ورودی هم نمیتونن نگاه بکنن. پس خود دموکراسی نیست پس این جلسه رو بشین؟ دموکراسی نیست. کاملا فرمایشتون درسته. یعنی اینکه ما از یک شاخه‌ای که اسمش دموکراسیه سوء استفاده کردیم. یعنی اینکه بحث هویت رو به نظر من با بحث دموکراسی خاطیش نکنیم. بحث هویت، دموکراسی یک مقوله‌ای که به هر حال 100 سال 100 خورده سال عمر داره، در حالتی که بحث هویت با آدم به وجود میاد، متولد میشه و با آدم به خاک سپرده میشه. بحث من سر این قضیه بحث هویت، بحث من بحث چسبوندن هویت کاذبی است، مثل هویت شیعه اثناعشری به من ایرانی. این رو با هم دیگه قاطیش نکنیم. اینجا دموکراسی وجود نداره. اینجا من دفاع از هویتم میکنم، به این معنا که وقتی اعلام میکنم که 1400 سال اسلام به ایران آمده، اونجای وقتی احترام میذارم به اعتقادات مردم احترام میگذارم، نه به خط مشی فکری امروز و فردای ایران. من همیشه این رو مطرح میکنم. در کنفرانس سال 2006 که در واشنگتن بود، خود جناب علی حضور داشتید، هم یادتون حتما هست، من گفتم اسلام به خونه ما به مهمونی آمده، قدمش مبارک، ولی یادش باشه صابونه منم. اون کسی که به هر دلیلی مسلمون در جامعه ایران، زرتشتی، مسیحی، یهودی، به قول جمهوری اسلامی شیطان پرسته، اون من معلم اخلاق جامعه اجتماعی سیاسیش نیستم. من در اینجا یک وظیفه دارم. وظیفه من اینه که اگر یک کسی با هر یک از عناوین اسلام و مسیحیت و زرتشتیت و یهودیت میخواد با خدای خودش رابطه برقرار بکنه، این برای من اینجا این وظیفه وجود داره که بهش بگم که تو مستقیما میتونی با خدای خودت ارتباط برقرار بکنی، نیاز به هیچ دلالی نداری در این مسئله. ببخشید آقای دکتر لاجوردی، من اینجا یه موضوع برام پیش میاد و اون این که وقتی بحث هویت مطرح هست و اینکه به این نکته تاکید فرمودید که دموکراسی اینجا معنا نمیده، خب ما یادمون باشه که در لوای دموکراسی شاید برخی از مضامین دیگه هم مطرح بشه. به طور مثال همونطور که خودتون میدونید و یک جامعه شناس هستید، در تضاد با نظام جمهوری اسلامی بحث هویت برای جوانان و نسل امروز ایران بسیار مطرح است، یعنی بازگشت و رجعت به خود. آیا این موضوع نمیتواند در برخورد طیف‌های از افکاری که میتونه وجود داشته باشه و بر سر یک میز هم میتونن با میلیون‌ها ایرانی دیگر بنشینند، هم این موضوعات باعث بشه که ما اجالتاً دموکراسی رو کنار بگذاریم و اصول رو در نظر بگیریم؟ به طور مثال اگر فردا روزی صحبت از هویت ایران و پرچم ایران شد، من به عنوان یک ایرانی وقتی که تاریخچه هویتم هست، تاریخچه پرچمم هست، آیا باید در اونجا دموکراسی رو رعایت بکنم و بگم که ما هیچ علامت و انگی روی پرچممون نداریم، چون هستن طیف‌هایی که به این انگ یا به این علامت دلبستگی ندارن
و من برای اینکه با اینها بتونم در گفتگو و گفتمان باشم اجالتاً باید این هویتم رو کنار بگذارم. این موضوعی که در مورد جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان مطرح می‌فرمایید در بقیه موارد هم میتونه مصداق پیدا بکنه. در اون زمینه چیکار باید کرد؟ آقای خلفری، من فکر می‌کنم که ما دو اصل رو مطرح می‌کنیم. اصلی که بتونیم کشورمون رو نگه داریم. جایی که ما مطرح می‌کنیم که می‌خوایم این مملکتمون رو نگه داریم، باز تکلیف به نظر من بسیار روشنه. وقتی که میگیم برابری باشه، طبیعی است که برابری در چارچوب ایرانه، یعنی در یک پارچگی ایرانه. اون یک پارچگی ایران وقتی مورد پذیرش شما، من، امید و حسن و حسین و تقی و نقی قرار گرفت، اونجا میتونیم در موردش بحث بکنیم. وقتی که در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم، اصل دوم و نبودنش بحث ایدئولوژیکه. وقتی که در سمبول‌های هویت بحث میکنیم، اونجاست که دیگه من و شما تعیین کننده نیستیم، من و شما ارائه کننده فکر هستیم. اونجاست که دیگه یک مجلس مؤسسانی به وجود میاد، همون مجلس مؤسسانی که در صدر مشروطیت در 116 سال پیش به وجود آمد و اون مجموعه نمایندگان ملت هستن که میشنن تصمیم بگیرن که الان در مورد پرچم چی کار بکنیم، الان در مورد سرود چی کار بکنیم، الان در مورد چی فکر بکنیم. طبیعی است سمبول هایی که تو جامعه وجود داره، نمیدونم نظرتون هست، یادتون هستش که یک سال و نیم پیش وقتی که مسابقات کشتی و والیبال در لس آنجلس بود، به اجازه نداده بودن پرچم شیر و خورشید وارد بشه. نامه‌ای که من به آقای جان کری وزیر خارجه امریکا نوشته بودم دال بر همین مسئله بود که مسئله پرچم شیر و خورشید با این مسئله پرچم هویتی است، پرچم جمهوری اسلامی، پرچم حکومتی است. تصویرتون برگشت، فقط خواستم توضیح بدم که شما رو ار هستین تصویر. ممنونم. پرچم هویتی است و پرچم حکومتی. پرچم حکومتی برای منی که اون پرچم رو قبول ندارم هیچ انگیزه ای رو نداره، هیچ طرفداری برای من از اون وجود نداره. من دنبال پرچم هویتی خودم هستم. هویت من با این پرچم من در طی تاریخ من، در طی سده های من وجود داره. اینجا من فکر کنم که محولش بکنیم. اگر روزی که امیدوارم این روز خیلی زودتر به وجود بیاد، با این دو اصل، باقی موندن ایران و نبودن جمهوری اسلامی، محولش بکنیم به نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان که نوع حکومت رو ببینن، نوع سمبول هویتی رو مطرح بکنن. مثل همه جای دنیا، مثل همه هیچ تفاوت نمیکنه. منافع ملی ما رو ببینن در کجاست. در اونجاست که میتونه مسئله که بهتر و واضح‌تری رو پیدا بکنه. امید عزیز شما بفرمایید. بله، من جوابامو از اول سه چهار تا جواب سوال کردم، جوابی نگرفتم. آقای دکتر لاجوردی، البته بسیار زیبا از زیر سوال میگذرید، ولی خب اشکالی نداره. حالا ما سوالمون انجام میدیم که بینندگان بدونن ما سوالو کردیم. حالا شما اگر دقیقا و مستقیما شفاف جواب نمیدین، اون دیگه با شما هستش. من پرسیدم کیا هستن، گفتیم بعدن میذاریم، گفتم چه دستایی اومدین، گفتن اونهایی که وجود دارن، گفتیم آیا با این اسلام چیکار میکنین، شما گفتین حالا اونو میذاریم بعدن ببینیم چی میشه. باشه، فقط حالا میخوام این سوالو بکنم که اگر جوابی برای من داشته باشین، شما فکر نمی‌کنین که این کسانی که شما دعوتنامه فرستادین و ما میدونیم که جزء گروه‌های سیاسی هستن، حالا سرانشون، سخنگوشون، اینها باید این زبان سیاسی و اجتماعی رو یاد بگیرن که در یک میزگرد بتونن دور هم صحبت کنن، وگرنه مثل اینه که 100 نفر رو صدا کنی از کشورهای مختلف با زبانهای مختلف، هر کی داره برای خودش صحبت میکنه و یکی نمیدونه راجع به چی صحبت میکنه. چرا اینو میگم قبل از اینکه شما جواب منو بدین؟ من در یک برنامه آقای شهرام خبرتبری دم چسته بودم، یکی از مهمانان شما نشسته بودن، هر دو راجع به یک موضوع صحبت میکردن و میگفت هیچ کدوم هم سنشون به اونجا نمیرسه که در اون تاریخ بودن، ولی اون شخص که اونجا بود
دقیقاً مخالف ایشون، یعنی انگار که این دو تا تاریخ بوده، ایشون از یک پردن، از یک زمان، از یک دنیای دیگه اومده بودن. اصلا یه تاریخی در ما داشتن، میگفتن که من هیچ نمیدونم از کدوم کتاب اومده بودین و به هیچ عنوان شما روبرو با این نشدین که مثلا به این شخص بگین خب این صحبت که تو داری میکنی از این داری میگی خوندم. آخه ببینین ما هموطنان عزیز ما به این صورتن که معمولا در بحث‌های سیاسی وقتی که گیر میکنن نظر شخصی میشه، ولی من فکر میکنم وقتی که الان بگیم ساعت چنده، بگیم ساعت 5:10 است، یکی بگه ساعت نه 6 صبح، ما میگیم این ساعت 5:10 است، دیگه نمیتونه یارو بگه این نظر من اینه، حالا شما به نظر من احترام بذارید. نظری نیست، تاریخ هم گفته شده است، تاریخ ما میدونیم در کتاب ها گذاشته شده. و من فکر نکنم اگر هموطنان ما کتاب های تاریخی ما رو خونده باشن دیگه راجع به مصدق کسی بتونه یه چیزی بگه که ما نشنیدیم، چون اون هم باید از همون منابع گرفته باشه، یا در مورد رضا شاه هم از همون کتاب ها و گفته هاست. ما نمیتونیم بگیم بریم حالا کتاب ونزوئلا یک تاریخی نوشته بریم اونم بخونیم، از کجا آورده باید بگه. میخوام ببینم، ما میبینیم که با افکار مختلف ولی زمین تا آسمون با هم فرق دارن این کسانی که شما دعوت کردین هستن، و من میخوام بدونم اینها چطوری میخوان زبون همدیگر رو در اون جلسه درک بکنن. میشه من راهنمایی کنی نظر روشن بشم؟ و به غیر از این، آیا این جلسه علنی خواهد بود یا این شورای ملی که یک برنامه گذاشتن مثل مهمونی بود، دوره هم جمع شدن، انتخابات کردن، تموم شد رفت و هیچ کس نفهمید در اونجا چی بوده، کی بوده، چطوری بوده و گذشت، آیا این جلسه ای که شما از ما دعوت کردین مستقیما پخش میشه که مردم در تمام سطح دنیا بتونن در اون جلسه شرکت داشته باشن، یعنی ببینن و بدونن در اونجا چی میگذره، آیا هست یا نه؟ یک دنیا سپاس. از آخرش میگم به دور قطع و یقین اگر چنین جلسه ای تشکیل شد، اولین ویژگیش پخش مستقیم و جلوی مردم و دعوت از همه هستش که اینو پخش بکنن. اینی که چه کسانی پخش بکنن اون بحث دیگری است، ولی این دعوت رسمی و جلوی مردم بودن. ولی آقای امیدوار، سوالی که مطرح میکنید به نظرم اینی که با زبانهای مختلف آدمهای مختلف حرف میزنن طبیعی است، توی جامعه میتونن که با زبانهای مختلف و دیدگاههای مختلف حضور داشته باشن و یک نفر یک رأی داشته باشه بدترین باشه از نظر شما، و این تو جامعه وجود داره، وجود داره، پن ناگزیر باید حرفشو بزنه. اینی که ما چی کار میتونیم بکنیم، من فکر کنم که راه حل روشنه، ما باید که بتونیم تحمل بکنیم. اینی که از من سوال میکنید که این افراد رو همه رو نام ببرم، من چند تا اسامی بزرگتراشون رو که جود دارن و به حال توی این جامعه سیاسی دارن یک سری کار میکنن معرفی کردم. بقیارم به طور قطع و یقین ما در آخر 4 هفته میگیم که از این آدم ها دعوت شده، این آدم ها که مشخصا اسامیشون اینه، توی این جدول نگاه بکنید، جدول پخش میکنیم روی سایت ها میگذاریم، اینا گفتن میاییم، اینا گفتن ما شرط داریم، اینا گفتن ما نمیاییم، اینا گفتن اصلا جواب نمیدن. چه نتیجه میشه از این قضیه گرفت؟ عرض کردم دیشب یکی اومده توی این برنامه، یه خانمی میگفتش که شما چرا میخواید اسامی افراد رو معرفی بکنید که نمیان؟ من گفتم که بیاید اول مثبت بگیم، بگید که اونهایی که میان رو میخواید معرفی بکنیم، اونهایی هم که نمیان خب بیان بگن چرا نمیان. هدف اینه که به هر حال یک جایی پیدا بشه که مردم تکلیفشون با کسانی که مدعی تلاش سیاسی هستن مشخص و روشن بشه. آقای امیدوار، آقای خلفبری، من اینجا خدمتتون یه نکته رو میخوام عرض بکنم که شاید که در اینجا هم باز به سمع شنوندگان و دید بینندگان شما برسه. یکی از مسائلی که در حال حاضر مطرحه اینه که شاید هدف حسین لاجوردی، به خصوص شخص حسین لاجوردی و اون تعداد آدم هایی که حضور دارن، این باشه که ما بیاییم بگیم بیاییم به ما بپیوندید، بیاییم به من بپیوندید، بیاییم زیر دست من کار بکنید.
بنده همینجا باز همینجا اعلام میکنم که به هیچ وجه من در وجود بنده پستی رو قبول نخواهم کرد. اگر ایزگیل که قرار بر اینه یک مجموعه 5 نفره 7 نفره اعلام بشه، قرار بر این شد که یک انتخابات انجام بشه، بنده در اون انتخابات هم شرکت نخواهم کرد. این رو از حالا دارم میگم که خیال همه راحت باشه، بدونن که بحث به من به پیوندی نیست، به هم به پیوندی مطرحه. ولی در اول کار شما قانون هایی گذاشتین که مثل به من پیوندی هستن. مثلا من آقای سازوگاری اصلا معتقد بکشون نیستم و بسیار آدم وطن فروشی میدونم و خیانتکار و باید حتما در دادگاه ایران ایشون محاکمه بشن. ولی وقتی که شما میگین به هیچ عنوان هر جلو دارن درد نمیشن، شما هنوز شروع نشده اون چیزی که دارین میگین و خودتون رد کردین، یعنی شما دارین قوانینی که خودتون دوست دارین دارین میذارین. من فکر میکنم این درست نباشه. به نظر من هر کسی میتونه اونجا بیاد بعدن در اقلیت قرار بگیره. اتفاقا فرمایش شما درسته آقای امیدوار، اتفاقا درسته، چون به اون دو اصل بر نگشتید شما. اون دو اصل، یکی از اصل دومش اینه که جمهوری اسلامی در تمامیت و کلیت و موجودیتش نباید باشه. شما گذاشتین اون قانونو مسلماً به همین دلیل. خب پس شما میگین من هیچ کارم، شما همه کاره این قانون گذاشتین. 100% این حرف درسته، برای اینکه من میخوام که ما از شر جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنیم. بله. این قانونی که گذاشته شده به این دلیله. بله. اگر اصلا دلیلی نداشت که ما حضور و وجود داشته باشیم. قانون به این دلیله که ما میخواییم جمهوری اسلامی سرنگون بشه و نباشه و مردم از این حقارت نجات پیدا بکنن. طبیعیست نمایندگان صادراتی، رهبران صادراتی این جمهوری اسلامی نباید شرکت بکنن. شناسنامه اونا صادره از جمهوری اسلامی است. طبیعیست این قضیه. وگرنه شما بگید که خب ما باز داره میشینیم با جمهوری اسلامی سر یک میز. خب پس شما اسامی که الان مطرح کردید و بنده با اونا چه فرقی دارن؟ آقای شاهزاده رضا پهلوی هم مدعی هستن که آقای موسوی و آقای خاتمی آدم خوبی هستن. بنده هم مدعی هستن که 100% بدتر از آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد هستن. این دلیل بر این نیستش که بنده هم فکر مثلا شاهزاده رضا پهلوی باشن یا آقای دکتر نوری علا یا آقای ایکس یا آقای ایگری. بنده این قوانین رو، این دو اصل رو گذاشتم، کاملا غیر دموکراتیک، کاملا غیر دموکراتیک. در اصل اول میگم هر تجزیه طلبی که فکر بکنه ایران میخواد تجزیه بکنه، حق نشستن پشت این میزگرد رو نداره. هر کدوم از اعضای جمهوری اسلامی، چه داخل چه خارج، حق نشستن پشت این میزگرد رو ندارن. میگید دیکتاتوریه، به طور قطع و یقین دیکتاتوریست. به همین دلیل درخواست شده اونایی که قبول دارن میان، اونایی که قبول ندارن نمیان. تکلیف روشنه دیگه. من فکر نمی کنم سوال دیگه باشه. ولی بازم اگر بنده دموکرات نیستم، در این زمینه کاملا با شما هم عقیدم که من دموکرات نیستم. من فقط خواستم روشن بکنم، من که با شما موافق هستم، فقط روشن کنم کسی سوالی داشت یا در این زمینه فکر میکرده از همین الان بدونن که وضعشون در چه حاله. اون دوستان دقیقاً بدونن که جمهوری اسلامی مایه حقارت ماست، مایه بی‌هویتی ماست. جمهوری اسلامی یک لحظه باقی موندنش باعث از بین رفتن زندگی نسل‌های آینده ماست و باید سرنگون بشه. آقای امیدوار، ما اپوزیسیون خجالتی داریم. اپوزیسیون ما خجالت میکشه اینطوری حرف بزنه. یا رو درواسی داره یا زمیناش میخواد داره ایران پس بگیره. اینطوری نیست. من آقای خلدبری گرامی، یک دنیا معذرت بخواه، شما چون هفته ها صحبت کرده بودین، من برای من انقدر سوال پیش اومده که میخوام از شما این سوال بکنم. البته ولی خب ایشون گفتن اپوزیسیون خجالتی داریم. من فکر میکنم ما اپوزیسیونمون اپوزیسیون هستن که این هابیشونه. هابی
یعنی سرگرمیشونه، سرگرمیشون نجات ایرانه، در اصل یکی کار دیگه داره، یکی بیکار، یکی تو خونه‌اش نشسته، وقت اضافهش میاد این کار انجام میده. حالا شما میخواین منو سر کار بذارین، بگین نه بیان کار جدی انجام بدین و من خوشحال هستم از این مسئله. ولی خواستم بدونم که خب این تمامی اتفاقاتی که میفته و دموکراسی هم نیست که بهترین راهش همین، اصلا در شروع نجات یک مملکت دموکراسی نمیتونه وجود داشته باشه. من همیشه تو برنامه‌هام گفتم که دموکراسی موقعی انجام میشه که یک کشور داره روی بدبختی میره، برای اینکه مردمش باید انقدر شعور اجتماعی و دانش داشته باشن که تصمیمای درست بگیرن، وگرنه دموکراسی یعنی خرابی یک مملکت. خواستم این سوال رو کنم دکتر لاجوردی، شما این کسانی که میان دور این میز میشینن و میخواین صحبت کنین و این قرارها رو میخواین بذارین، برنامه رو میذارین، آیا فکر میکنین که اینها اونجوری که گفتم شاید درست نبود زبان، آیا اینها با اون طرز فکری که دارن میان بشینن و دلیلی که نمیان، من میخوام از طرف خودم بگم چون همدیگر رو نمیفهمن نمیان بشینن، آیا راهی وجود داره که ما بتونیم یک نقطه مشترکی برای اینها پیدا کنیم قبل از این 4 هفته بشه و ما جواب منفی شما بشنویم ازشون و اینا پیش بیاد؟ من فکر میکنم قبلش شاید بشه در این 4 هفته یک جوری اینها رو در یک محیطی قرار بدیم که توضیحاتی داده بشه که کلن چیه، یا چه جوری بگم کلاس آموزشی برای این هموطنان عزیز بذاریم جای شما، اگر لطف کنین شما آقای خلدبری، کسانی که واردن در کارهای سیاسی و اجتماعی و دوره بودن، دانشگاه رفتن، پولیتیکال ساینس خوندن، شاید بتونیم کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی که پسر شاهی بوده اومده، من فکر نکنم ایشون اطلاعات سیاسی داره، سخنگوی خوبی هستن، حرفم خوب میزنن، اطلاعات سیاسی هم ندارن یا اینکه درگیری هایی دارن که نمیتونن باشه. ولی من اینو میخوام بدونم که چجوری این زبان سیاسی که برای آینده ایران میخوان تصمیم بگیرین و چجوری میخوان بین اینها این زبان مشترک رو بذارین. انسان ها وقتی که باز شد تونستن مسافرت بکنن و کشور رفتن، مجبور شدن یک زبان بین المللی تعیین بشه که قبلا فرانسوی بوده بعد شد انگلیسی. خب حالا با این زبان من میتونم در کشور السالوادور هم با اونی که نماینده سیاسیشه بشنم صحبت کنم، اما اگر این زبان مشترک نباشه نمیشه. ما زبان مشترکی بین یک آدمی که بذارین اینطوری بگم اگر اشکالی پیش نیاد، آیا مصدقی عکس مصدقه با خودش بیاره اونجا بذاره و مجاهده پرچم مجاهدین بیاره و سلطنت طلبه اگه پرچم شیر خوشید بیاره، شما با اونا مخالفت میکنین یا نه؟ من فقط میتونم اینو به امید عزیزم بگم که در واقع مشکلی که ما تا کنون داشتیم زبان مشترک نبوده. مشکلی که ما داشتیم این بوده که در طی این سالها اشراف به اون چی که ازش پشتیبانی میکنیم یا بر زبان میاریم نداریم، ما تسلط نداریم به اون چیزی که میگیم و اون چیزی که پاش میستیم. متاسفانه حتی در سطح برخی از رهبران سیاسی هم این موضوع رو ما میبینیم، یعنی گاهی پایبندی به چیزی رو نشون میدن که حتی اگر به صورت خصوصی یا به صورت درستی با اونها صحبت بشه، درست منظور این که زمان کافی داره وجود داشته باشه، متوجه خطراتی که نظراتشون میتونه به وجود بیاره هم میشن و شاید گردشی در اون نظر یا دیدگاه خودشون هم در یک بحث خصوصی به وجود بیارن. اما خب در ملای عام همیشه باید از اون چیزی که تابلوش بالا سرشون هست دفاع بکنن. واقعیت مطلب اینه که امید عزیز، مسئله ما عکس، پرچم یا تضاد در این زمینه نیست. ما تضاد حتی بر مبنای ایدئولوژی هامون هم نداریم، چرا که بسیاری از ما از اون ایدئولوژی که دفاع میکنیم هم آگاهی نداریم. یک مثال برات بزنم، دوست بسیار نازنینی دارم که متعلق به یکی از احزاب مطرح چپ هست. ایشون مطرح میکردن که من سالها کتاب در قابلمه میسوزوندم در ایران و کتاب سرمایه مارکس رو من
در ایران خونده بودم و بسیار هم به خودم مفتخر بودم که این کار رو کردم، تا اینکه روزگار طوری بازی میکنه که ایشون میاد به سوئد، به زبان سوئدی مسلط میشه و بر اثر تفنن یا تدائی معانی به سراغ کتاب سرمایه مارکس میره، این بار به زبان سوئدی. میگفت وقتی که من این کتاب رو به طور کامل خوندم، هر خطی، چون میگفت انقدر من شیفته این کتاب بودم و به قدری برام این کتاب ارزشمند بود که حتی خطوط اون رو به ذهن سپرده بودم، و وقتی که همون متن رو به زبان سوئدی میخوندم، میدیدم زمین تا آسمون نگرشی که در این کتاب وجود داره تا ترجمهش به فارسی در من وجود داشت، و اولین پرسشی که برای من به وجود آمد این بود که من سالها از چی دفاع میکردم و بابت چی در زندان بودم و بابت چی تا پای اعدام رفتم. این واقعیت در زمینه ها، یعنی ما بسیاری از اون چی که دفاع میکنیم یا از اون چیزی که بالا میبریم بر مبنای شنیده هامون هست متاسفانه، حتی در سطوحی که حتی باور نمیتونیم بکنیم. اینکه احیانا برخی از افراد رشته های دانشگاهی و تخصصی رو داشتن حسابشون به کنار، اما در مورد اون افرادی دارم صحبت میکنم که تمام عمرشون و همقامشون رو روی تلاش سیاسی گذاشتن. امید عزیز، مثلا در مورد مصدق شما گفتید، یه مثال یه نمونه کوچیک خدمتت بگم. بسیاری تا کنون حتی کسانی که طرفداری از مصدق میکنن این نکته رو نتونستن در خود هضم میکنن که مصدق هیچگاه جمهوری خواه نبوده، مصدق یه سلطنت طلب بود، اما با معیارهای خودش، با قانونمندیهای خودش و اون چیزی که فکر میکرد مقام سلطنت در ایران باید سلطنت کنه و نه حکومت، این چیزی بود که مصدق به پاش ایستاد و به تبعید هم رفت، دولتش رو هم از دست داد، اما این معیار رو برای خودش داشت که آنچه رو که ما به عنوان سلطنت در ایران پیاده میکنیم چیزی باید باشه شبیه دانمارک، چیزی باید باشه شبیه سوئد. اما در عرض 60 سال تصوری که بسیاری از مصدق داشتن اینست که مصدق چون در 28 مرداد از حکومت خودش کنار رفت پس حتما یک جمهوری خواه بود. این نگرش رو ما در زمینه توده ها فقط نداریم، بسیاری از سمپات ها، بسیاری از تلاشگران ما حتی نمیدونن که از چی دفاع میکنن یا به چی حمله میکنن. مثلا شما در مورد پرچم شیر و خورشید گفتید، پرچم شیر و خورشید سمبل حزبی نیست که مشروط خواهان با خودشون به جلسه بیارن یا مجاهدین خلق بیارن، این یک سمبل ملی است. حالا اگر سوال اینجاست که پس چرا این دو حزب ازش استفاده میکنن، تقصیرش به گردن من و شماست، به دلیل اینکه یک سمبل ملی رو بر اثر بیتوجهی ما یا اهمیت خاصی که به این موضوع ندادیم مبدل شده به سمبل حزبی. و اگر من و شما پای هویتمون می ایستادیم، پای سمبل های ملیمون می ایستادیم، هیچگاه یه حزبی مثل مشروطه خواه یا یه حزبی مثل مجاهدین خلق نمی آمد پرچم شیر و خورشید رو تبدیل بکنه به سمبل حزبش. پس ما خیلی شکاف ها وجود داره، خیلی تضادها وجود داره، خیلی ناآگاهی ها وجود داره که اگر احیانا بتوانیم در یک فضای دوستانه بر مبنای برابری، بر مبنای این که سعی کنیم به هم هم با هم هم فکری کنیم، هم دوشی کنیم، هم باشی کنیم، در جهت نجات ایران میتونیم اقدامات مؤثری انجام بدیم. من هم با دکتر لاجوردی موافقم در یک نظر، و اون این که نقاط مشترک ما بسیار بیشتر از نقاط تضاد ماست. وقتی که بحث ایران به وجود میاد، وقتی که آینده ایران به وجود میاد، منتها بستگی به این داره که ما چگونه بر اون اشتراکات خودمون پافشاری کنیم و تا حد ممکن و به نفع ایران از تضادهامون فاصله بگیریم. مطمئنن راه حلی وجود خواهد داشت و مطمئنن زمینه برای آینده ایران و نسل‌های بعد از اون هم در دست توانای نسل امروز میتونه شکل بگیره. در خدمتم بودید. من هم یه نکته رو اضافه بکنم. من نگرانی
حرفای امیدوار رو میفهمم. این نگرانی رو متوجه میشم که به هر حال ممکنه این میزگه به دلیل این تضاد دعوایه نتونه به راه به جایی ببره، ولی کاری که از ما ساخته نیست. اون توانی رو که باید، اون ظرفیت که باید به خرج بدیم انجام میدیم، ولی اگر نشود چه اتفاقی میفته؟ من فکر کنم که اتفاق خیلی سنگینی نمیفته. منی که امروز 90 سالمه و حاضر نیستم از خوش مغزی خودم دست بردارم، خب یه روز میمیرم، تموم میشه، یه نسلی جایگزین من میشه. اون نسلی که جایگزین من میشه نسل معنیداریست. امروز نسل امروز ایران با نسل 100 سال پیش ایران خیلی خیلی متفاوته. امروز وقتی که شما نگاه میکنید که همین امروز یک دوستی که استاد دانشگاه اتفاقا جامعه شناس هم هست از ایران آمده بود و باید صحبت میکرد، میگفت اصلا یکی از دلایلی که اپوزیسیون در داخل ایران هیچ معنی دیگه نداره همین خوشمغزیه. یعنی این که همش با تاریخ گذشته با یک زد و خوردهای فکری داره با خودش برخورد میکنه، به فکر امروز جامعه ایران، با شناخت امروز جامعه ایران، شناخت جوانهای ایران نیست. این مسئله خیلی روشنه. طبیعی است که اگر من نتونم این حرکت رو به وجود بیارم، این حرکت فکری رو، خب از قافله عقب میفتم. من بازم این رو تاکید میکنم، متوسط سن اپوزیسیون 65 تا 75 ساله، متوسط سن جامعه ایران نه، 80% جامعه ایران زیر 40 ساله. خب اینا زبون همدیگه رو نمیفهمن. اگر من نتونم اون زبون رو یاد بگیرم، فردا نمیتونم ادامه بدم. وقتی نتونستم خود به خود از قافله عقبم اون گوشه افتادم، من که نتونم توی اون مسئله شرکت بکنم با مرده چه فرقی دارم؟ حالا ممکنه از نظر فیزیکی نمرده باشم، ولی هیچ تفاوت از نظر فکری مردم. بحث این دو اصل، از انتخاب این دو اصل، از بین واقعا صدها منشور و اساسنامه به وجود آمده. حرف خیلی سختی نیست که ما بخوایم دور یک میز بشینیم و حرف هم دیگر رو نفهمیم. همه اون کسانی که این رو امضا میکنن میان میشینن باید بپذیرن که این ایران باید وجود داشته باشه با شرایطی، با شکلی که باز دوره به تجزیه 150-100 سال پیشش نینجامه. همین ایران امروز قبول بکنن که امروز اگر که یک گروهی میخواد بگه خاتمی و روحانی، سبز و بنفش با احمدی نژاد و خامنه فرق داره، قبول بکنه که این دوتای اولی، خاتمی و روحانی، هزار برابر بدتر از احمدی نژاد و خامنه ای هستن. پس در نتیجه یعنی بپذیره اصل اول رو هم بپذیره، طبیعی است که داره یک منطق فکری است. اگر داره اون منطق فکری است، یا میتونه این راه رو ادامه بده یا در پله دوم قطار از قطار پیاده میشه. این قطار راه خودش ادامه میده، این قطار به مقصد خودش حرکت میکنه. اون حرکت کجاست؟ جامعه، وجود یک جامعه دموکراتیک. به من و شما میرسه، امیدوار. نمیرسه، حتما خوشبین باشیم که اگر راه درست باشه به اون بچه های ما در آینده نزدیکش خواهد رسید. من نمیدونم تونستم جواب بدم یا خیر. من یه نکته رو امید جان بخواستم اینجا در تکمیل فرمایش دکتر لاجوردی اضافه بکنم، و اون این که شرایط امروز ایران، بحران‌های عدیده‌ای که ایران ما داره، به دست فرهیختگان، متخصصان و آینده نگران موضوع حل نمیشه. این رو من به صورت شفاف و قاطع بگم، آنچه که در رابطه با آینده ایران به صورت تضمین شده انجام میشه رفتاری عاشقانه است. عاشق چگونه رفتاری داره؟ عاشق هیچگاه از معشوق چیزی طلب نمی کنه. عاشق در معنای کامل خود یک ایثارگره. اون کسانی که برای آینده ایران قرار هست تلاشی صورت بدن،
باید در واقع این کار رو با تمام وجود و با تمام عشقشون به آینده ایران انجام بدن. تخصص به تنهایی کفایت این موضوع رو نخواهد کرد. تلاش‌های سیاسی کار رو به جایی نخواهد برد. این عشق البته با یک منطق روبروست، با یک هویت روبروست، با یک منیت روبروست. فردا روزی اگر تعدادی از افراد بیایند و گرد میزی بنشینند، این سوال رو نمیتونن بپرسند که در برابری و در دموکراسی و در آزادی که در ایران فردا هست حق من چه خواهد بود. پرسشی که میتونن بکنن این هست که برای ایجاد این برابری و من چه حدی حاضرم گام بردارم و تا چه حد حاضرم ایثارگری کنم. ایران امروز ما نیاز به چنین افرادی داره. در خدمتتون هستم. بله، البته من سوالهایی که من انجام دادم به خاطر اینه که من فکر میکنم در شروع این اعلامیه که دکتر حاجی‌هادی و هم یارانشون انجام دادن، من دارم سوالاتی که برای یک انسان غیر سیاسی پیش میاد و برای آدمای معمولی پیش میاد که در جریان هستم و دیدن در این 37 ساله رو دارم مطرح میکنم که دوستان این مسائل ساده رو بتونیم از جلوی پا برداریم، با اینکه به نظر ما مسئله بسیار ساده میاد ولی در از تمام مشکلات ما همین مسائل خیلی ساده بوده. من چرا مطرح کردم این مسئله آخر رو؟ به خاطر که من فکرم به این مشکل خواهید برخورد که اون میگه من چون اینو باور دارم میخوام اینم بیاد تو، اون میگه این میخواد، اصلا مسئله ایران فراموش میشه و میره سر ایدئولوژی. من فکر میکنم من در آمریکا 40 سال خورده اینجا هستم و تینیجری اومدم اینجا و سعیم در این بوده فارسی بتونم راحت صحبت کنم ولی انگلیسی خیلی راحت‌تر صحبت میکنم. کاش میتونستم توضیح رو اونطوری بدم، ولی میخوام اینو بگم که باید اجازه بدیم. در هیچ جای آمریکا که من زندگی میکنم کسی حق نداره به کسی بگه تو سمبول یا پرچمی که در دست داری رو حق نداری بگیری و نمیتونی ببری. من فکر میکنم اگر این حرکتی که درست شده اجازه بده هر کسی با هر طرز فکری، با اون شرایطی که شما گفتین و باور دارن که جمهوری اسلامی باید بره، باور دارن که ایران نباید تجزیه بشه، ولی من دوست دارم لباس بنفش بکنم دست تنم بیام اونجا، یا دوست دارم اینجا فرابهر بزنم یا شیر خورشید بزنم یا سر مصدق بزنم یا تیشرتونو بکنم تنم، باید این مسائل جزئی رو خارجش بکنیم برای اینکه مطمئن باشین یک عده‌ای که وابسته به جمهوری اسلامی هستن در لباسی میان و این مسائل رو کاری میکنن که این مسائل بسیار جزئی اصل مسئله رو تحت انشاب قرار میده و من اینو میبینم، واضحانه دارم میبینم. یعنی باید از الان حتی اعلام بشه که هیچ نوع رستریکشنی در کسانی که میان نداره، باوراتون نداره، کیو دوستداری نداره و بچه رو این کار میکنی نداره، پرچم شیر و خورشید، پرچم این هر چی دوستداری، پرچم برزیل بگیریم دستون بیان اونجا، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که این مسئله رو مهم انجام ندیم و بهش ارزش ندیم، من فکر میکنم میریم سر اصل مطلب. 37 سال ما سر مسائل کوچیک دعوا کردیم و من میخوام این مسائل رو مطرح کنم. من درک میکنم که من خودم اصلا نه پرچم، نه تصویر این، نه تصویر اون، نه شمایل اون، نه شهریار، نه کله تخت جمشید، هیچ کدوم برای من فرقی نداره. من اون شمشیر سامورایی هم به اندازه شمشیر پهلوی دوست دارم، نوشته چینی هم به اندازه نوشته ایرانی دوست دارم، کدوم برام قشنگتره اون سلیقه‌مه. ولی اگر جلوی منو بگیرن که تو حق نداری با کت مشکی یک جایی بشی برای که اینجا همه باید کچلوار سفید تنشون باشه، من فکر میکنم مسائل رو به هم میزنه. من نظرم از این سوالا این بود که ما یه مقدار همه رو آشنا کنیم، حتی کسانی که با باورهای شمایلی هستن که اونها هم هیچ مسئله نخواهند داشت و آزادانه میتونن در این جلسه شرکت کنن که فردا اگر من پرچم شیر خورشید خواستم دستم بگیرم بیام اونجا، از این نترسم که چون آقای لاجوردی یه دوست دارن که این کمونیسته و این از پرچم شیر خورشید بدش میاد، یا کموله هستش که گفته و پدر ما رو درآورده بود، آقا باور نمیشه پدر بزرگ من کف
دو سه تا توبوشی خود کسی که پرچم دستش بود، این مشکلات هنوز شروع نشده، اشکال پیش بود. سوال من برای این بود که اینو بیشتر درک کنم که آیا راجب این فکر کردیم یا نه. خیلی متشکرم آقای امیدوار. ببینید، من اول برنامه هم خدمتتون گفتم اصل دور هم نشستن بر مبنای این دو اصلیه که مطرح شده. بقیه مسائل، حتی اینی که پرچم شیر و خورشید پرچم رسمی ایران میشه یا پرچم سرنگ میشه یا هر چیز دیگری، هر مسئله جزئی دیگری، این پاد دقیقا اون چیزی که شما گفتید میتونه همه چی رو به هم بریزه. به همین دلیله که همه اینها محول میشه به مجلس مؤسسانی که بعد از جمهوری است به شکل میگیره، به شرطی که تمام نمایندگان مردم ایران در اونجا حضور داشته باشن. پس در نتیجه من متوجه هستم، من تو یک جلسه چند سال پیش شرکت میکردم که گفته بودم که بیان یک منشوری رو بنویسم. این منشور خب الان اتفاقا هست، نمیدونم تمامیت ارضی ایران، نمیدونم آزادی زنان، آزادی مردان، آزادی چی، آزادی چی، برابری چی، همه این حرفا وجود داشت. یه نفر بلند شده بود میگفتش که توی اساسنامه، توی این منشور حتما شما باید بنویسید که گروه معلمین مثلا شهرستان خوی در آذربایجان هم حق خودش رو باید داشته باشه. خب ببینید، میتونه همه اینها به وجود بیاد، ولی واقعیت امر اینجاست که در هیچ جامعه شما نمیبینید که بشه یک حرکتی اول شکل بگیره، با جزئیات شکل بگیره، با کلیات باید شکل بگیره که کلیات رو اون افراد بپذیرن، جزئیات رو موکول بکنن به این که آینده جامعهشون به چه شکل خواهد بود. کجای دنیا شما دیدید کدوم کشوری تو این 23 کشور ایران یا فقط ایران ما هستش که با جزئیات شکل میگیره نه کلیات. ما کشوری هستیم که جمهوری اسلامی درست کردیم که در دنیا وجود نداشته. ما در ایران کمونیست اسلامی درست کردیم که در دنیا کدوم کار ما رو حساب بوده که شما این یکی رو رو حساب بریم. من فکر میکنم مشکل ما جزئیات نه کلیات. بس جامعه رو نمی کنم، من بس قانون رو بس قانونی رو که یک مجلس میگذرونه، اگر که مورد تایید اکثریت اون جامعه قرار بگیره، یعنی که اون میشه قانون مورد استفاده کرد. امروز وقتی شما که من در واشنگتن بودم، اون منزل یکی از دوستانم، یک دوست من آمد دیدنم، از صابونه پرسید من سیگار میکشم، کسی سیگار نمیکشه، ولی اگر شما به خاطر فلانی آمدید، خب ما برای شما بیرون یه دونه جاسیگاری بریم دنبال بکنیم. این قانون شده، این احترام به اون قانون شده، احترام شده. ببینید بگید که من مجبورم صفی بیستم که به فلان بلیت سینما دسترسی پیدا کنم، ممکنه الان مثال بزنید که توی ایران هم توی صف زیر چی میگن لای صف میپیچن جلو میرن جلو. خب اون قانون نیست، اون قانون مورد احترام جامعه قرار نگرفته. شما ببینید در مقابلش همون قانون در ژاپن به وجود میاد، توی سونامی ژاپن همه مغازه ها وجود داره، ولی یک نفر نمیره اشتی رو دزدی بکنه برداره. هیچ کس به اندازه بیشتر از سهم خودش که اون روز میخواد غذا بخوره غذا رو چپاول نمی کنه. اون قانون قانونیه که مورد احترام جامعه است، ولی بحثی که شما در بلبشوی آشفتگی جامعه ایران دارید این حرف رو میزنید. من امیدوار به این هستم که اگر قانونی به وجود بیاد و مورد احترام جامعه قرار بگیره، به طور قطع جامعه قبولش میکنه. الان شما حرف وزیر کشور رو شما نگاه بکنید، وزیر کشور اومده میگه که برادر آقای موسوی، میر حسین موسوی که خودش دیپلمات ارشد وزارت خارجه ایرانه، سه بار مورد حمله اوباش و اراذل اوباش توی جامعه قرار گرفته. وقتی این رسانه‌ای شده، آقای وزیر کشور میگه که این که مسئله نیست، این زورگیری مرتب تو جامعه هست. خب روی ایشون هم شده، روی ایشون هم انجام شده.
یعنی چی؟ یعنی اون جامعه نتونسته که برای افراد خودش امنیت وجود بیاره، امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو وجود بیاره که اون زورگیر نیاد با زور قضاشو تهیه بخواد یا آدم رو بکشه. خب قانون مورد احترام جامعه رو نگرفته. نه من میرم که وقتی که اون مرحله ما بتونیم من منظورم فقط در این دوره هم نشینی بود، نه در آینده ایران. همین جاست. من تو یکی از این صحبت هم اشاره کردم. چقدر من خوشحالم که امروز ما رهبر فرهیخته نداریم. که ما با رهبری فرهیخته بتونیم به جایی برسیم. رهبری فرهیخته به کجا میرسه؟ به اون جایی میرسه که از بین اون جامعه سیمرغش به وجود میاد. سیمرغش یعنی این که دیگه وقتی که میرسه به اون بالا از این مجموعه اون 30 نفری هستش که میتونه مورد احترام جامعه قرار بگیره، میتونه دنبال منافع شخصیش نباشه، میتونه دنبال منافع اجتماعیش و سیاسیش باشه، اون جامعه رو به حرکت در بیاره. امیدواریم که در آینده به بیشتر بتونیم روی این موضوع صحبت بکنیم و من فکر میکنم که حضور امید در برنامه امشب و سوالاتی که مطرح میکرد بیشتر برای پرسش‌هایی است که در زمینه این کار حتما از سوی مخاطبین برنامهش مطرح میشه و امید با تیزهوشی همونطور که خودش هم اشاره کرد در واقع پرسش‌هایی رو مطرح کرد، مضامینی رو پیش آورد که شاید پس از این برنامه در ذهن برخی از مخاطبین برنامه به وجود بیاد و امید با اون صراحت لهجهش و با اون صداقتی که همیشه در گفتارش داره و مخاطبینش با اون آشنا هستن سعی کرد که این پرسش ها رو پیشا پیش در مسئله مطرح بکنه و بسیار هم ازش سپاسگزاریم که در این برنامه خودش شرکت کرد. امیدواریم که در فرصت های بعدی هم امید باز هم این کار رو بکنه و برنامه بتونه قنای بیشتری داشته باشه و ما بتونیم با گپ و گوی بیشتری موضوع رو پیش ببریم. سپاسگزاری میکنیم از شما مخاطبین که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردید و امیدواریم که در هفته های آینده همراه با امید و امیدوار و دکتر لاجوردی و میهمانان دیگر برنامه بتونیم این بحث رو تا رسیدن به نتیجه دنبال بکنیم. من هم یک دنیا سپاس و سپاس دارم که این گفتین. من فکر میکنم آشنایی کسانی که در کارهای رسانه‌ای یا سیاسی هستن با همدیگه زیاد هست، برای همین اون مسائلی که برای خودشون حل شده هیچ وقت مطرح نمیکنن ولی اون توجه نمیکنن که سوالات بسیاری هستش که من هم باش معتقد نیستم ولی باید مطرح بشه تا اونهایی که پیششون حتی به خودشون اجازه نمیدن تلفن بزنن، روشون نمیشه یا دسترسی ندارن و دارن این برنامه رو بعدا رو یوتیوب میبینن، میگن اینا اصلا دیگه سوال نمیکنن که چرا اگه این بشه بس چی میشه. من سعی کردم تا جایی که میتونم از هر جهتی به این مسئله نگاه کنم و سوال مطرح کنم برای اینکه اگر سوالی براشون وجود داره از هر نوع فکری هم که هستن تا جایی که بشه یک ذره بازتر کنیم برای اینکه به نتیجه رسیدن این مسئله. شاید شما و آقای دکتر جو باور نکنید برای من ارزش بسیار زیادی داره. لطف دارید، سپاسگزارم. آقای دکتر لاجوردی عزیز سپاسگزاریم از شما و میدونید که برنامه شما فقط محدود به این برنامه نیست و همچنان شما قرار هست که در برنامه های متعدد در مورد این موضوع توضیح بدید. پیشاپیش براتون خسته نباشی میگیم، آرزو میکنیم و امیدواریم که در هفته آینده یا در هفته های آینده بیشتر بتونیم در این زمینه با هم صحبت داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم. خوشحالم که امید امشب توی این برنامه حضور داشت. خوشحالم که این سوالات مطرح شد تا اونجایی که آدم بتونه با توانایی خودش و آرزوها و امیدهای خودش بهش بپردازه. من امیدوارم به این که حتی اگر شده یک اپسیلون حرکت به وجود بیاد بیاد، چون من از اونهایی نیستم که بعدن بگم که ای کاش فلان کار رو میکردیم. اون کار رو باید همون روز انجام داد، حتی با عقاب بسیار سنگینش که توی همین چند هفته روی شخص من هم بوده، ولی مهم نیست. اگر این کار بیجه برسه من فکر میکنم که همه اینها ارزش داره که مشکلاتش رو آدم تحمل کنه. بازم سپاس بزارستم. سپاس از شما، سپاس از شراره عزیز، سپاس از شما مخاطبین خوب که
تا این لحظه ما رو دنبال کردید و یکایک رو به یزدان بزرگ میسپاریم و خدمتتون عرض میکنیم. تا درود دیگر. بدرود.